خب بینندگان عزیز با سلام به شما، امروز روز یک شنبه است، 9 جولای سال 2023 و میخواستم ساعت 11 صبح شروع کنم، شد 11:02. این گوشی رو هم گذاشتم اینجا، البته اینجا دیگه بهش گوشی نمیگن، ایرباد میگن، چون هم میکروفونه هم گوشیه. و یه چیز براتون بگم از این داستان گوشی، من یه نوع گوشی دیگه داشتم که از این کوچیکتر بود و میرفت داخل گوش، گذاشتیم و بذارید من اینو با مردم تیوی هم شیر کنم. از شما هم خواهش میکنم که با دیگران شیر کنید. بله آمدیم اینجا، بذارید ببینیم صدا بهتر شده یا نه. اینجا بد نیست دیگه، حالا آقای آتیلا بساز با این کمبودهای ما. بله سویچ اینم از این شیر، خیلی بد شده فیسبوک، میگی شیر با صفحه خوده، میگه حالا این صفحه رو ببندم اونو باز کنم. خب هر کاری میخوای بکنی بکن دیگه، شما که همه اختیارات از ما گرفتین، به نظر میاد روی مردم تیوی هستیم، شما هم لطف کنید همونجا هر جایی که نگاه میکنید این برنامه رو، حتی بعدن که میذارم روی یوتیوب، اگر لطف کنید یه لایکی بزنید و اینها. این پسری هست توی ژاپن به نام امید، نمیدونم فامیلیش زیرکه یا اسم کانالش رو گذاشته امید زیرک، برنامه خیلی خوبی داره، الان چند سال برنامه داره تو ژاپن، ازدواج کرده، بچه داره، از زندگیش از کارش همه چی نشون میده. بعد این گاهی وقتا میگه یکم به هم بکشید یه لایک بذارید دیگه، خیلی داشیه، اصلا خودش میگه داش امید. درصد نمیدونم، شاید ما هم سرکارمون به اونجا برسه که اینجوری با شما حرف بزنیم به جای اینکه بگیم خواهش میکنیم با دوستانتون شیر کنید و الاخر. توی چند دقیقه قبل یه برنامه گذاشتم، گفتم به دوستان که سعی کنید اگه میخواین ویدیو ضبط کنید سرتون وسط صفحه نباشه، حتما اینجا. اون وقتا میگفتن وسط صفحه، الان باید بالاتر، حتی از اینم بالاتر باشه. اجازه بدید اینجوری، من اون دوربین قدیمی خودمو ندارم، از برنامه‌های آینده به احتمال زیاد میاد، یه تعمیر کوچولو احتیاج داشت، سنسورش به اصطلاح خراب شده بود، خیلی باید نور بهش میدادیم تا تصویر خوب بهمون بده. خلاصه این آقا امیدم برید نگاه کنید، امید زیرک یا زندگی من در ژاپن. الان خیلی از این جوونا، حتی اونایی که یکم مسن‌تر هستن، برنامه‌ای میذارن زندگی من اینجا، زندگی من اونجا، مقایسه آلمان با فنلاند، ای 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 و الی آخر. و بعضیا که هی ایراد میگیرن از ما که آقا چرا برنامه نمیذارید، ببینید دوستان، هر کسی باید قبول کنه که یه دوره، یه زمانی دور اون هست و زمان اون، و بعدش میره. آقای وحید رجب، من فکر کنم همیشه شما رجبلوه، وحید جان چی شده؟ وجباران، اگه همون وحید هستی خیلی ممنون که داری برنامه رو نگاه میکنی. اتفاقا من میخواستم هم راجع به شما بگم، ورودت رو به آمریکا به اصطلاح بهت تبریک بگم، و اگه دوست داشتی ویدیوهایی که درست میکنی یه کپی از اوریژینالش رو برای من با usa.sorby@email.com ارسال کن تا من بتونم روی مردم تیوی پخش کنم، چون ما اگر اون چیزی رو که شما میذاری یه جایی ورداریم به اصطلاح کپی رایت میزنه به اون، یا کپی رایت میخوره. من این چند مدتی که برنامه خودم رو کم کردم، برنامه دیگران رو بیشتر نگاه میکنم. یه آقای تو ایران بود، حالا رفته ترکیه، به نام آیدین زواری، فکر کنم این اسم اصلی زواری هست، چون بعضی وقتا میگه زواری ولی چون نوشتنش مشکل میشه میگه بابا ولش کن زواری. ادعا میکنه که اولین کسی هست که ویدیوهای به اصطلاح دوربین مخفی تو ماشین رو توی ایران رسم کرده. حالا اولین باشی آخرین باشی، منم یه مدت مشنگ بودم، میگفتم تلویزیون مردم اولین تلویزیون اینترنتیه، به قول آمریکایی‌ها سو وات، که چی بشه؟ مگه ببرم در مغازه نونوایی یه دونه نون به هم میده بگم من اولینم یا صدومین هستم؟ مهم اینه که بتونی بیننده داشته باشی، بیننده های وفادار که لایک بزنن، برای دیگران بفرستن، کامنت بنویسن الی آخر، و از اونام یه استپ بالاتر کسایی که اسپانسر بشن، سپورت کنن برنامه تو، یه پولی بهت بدن.
و خلاصه هستن خیلی جوانای زیادی هستن. یکی هست آرش کمانگیر که دیگه حالا جوان هم نیست، کم کم داره پیر میشه، بهتره به فکر زن و زندگی باشه. دیدم یه مسافرتی راه انداخته اومده سان دیگو و کالیفرنیا و اینا، امیدوارم بهش خوش بگذره. اونایی که از آلمان میان یا از کشورهای دیگه میان، اولین کاری که میکنن مقایسه میکنن. من اگر این تصویر رو دیده بودم حتما این پرده ها رو میبستم. نگاه کنید دوستان، تنظیم نور، این دستت میاری اینجا، میبینی که اگه این پرده رو ببندی این ور این ور بهتره. البته توی عکاسی بعضی وقتا میگن یه طرف اگه نور بیشتر باشه به عکستون، به تصویرتون دپت میده، یعنی عمق میده، مثل تصویر برجسته میشه، فلت نیست. مثل میدونید ما چیزایی داریم یه بعدی هن، دو بعدی هن، سه بعدی هن. فکر کنم نقاشی که میکشیم روی چیز میشه دو بعدی. یادم نیست دیگه این چیزا، اون وقتا رسم فنی اینا رو چیز میکردیم یادم بود، ولی الان یادم رفته. خلاصه میگن بدم نیست، ولی خود من متوجه میشم. ببینید این نور درست، یعنی یه کمی اگه این پرده رو یه کمی ببندم، بذارید ببندم بیام، ما که خودمونی هستیم. آره این داستان خودمونی هستیم خیلی جالبه. همینجور که تو آینه دیدید، این برنامه رو با تلفن آیفون و از طریق فیسبوک دارم پخش میکنم. گفتم اول برنامه که دوربین ما یه مشکلی پیدا شده و مجبوریم با این باشیم فعلا. و اما بذارید ببینم که چیزایی که نوشتم. چند روز گذشته یه هواپیمایی رو نشون میدادن، ما عجب ملت مشنگی هستیم. به یه بوره سردیمون میشه، به یه کشمش یا به یه مویز گرمیمون میشه. کشمش وقتی میموند اینجوری میشد میگفتن مویز، شیرازی ها میگن مویز، حالا دیگه نمیدونم چرا. و اتفاقا جالبه که یه چیزی که اولش سردیه، شیرازی ها خیلی به سردی، گرما، گرمی، سودا، صفرا باور دارن. حتی سعدی هم گفته بوده که چهار طبع مخالف سردکش، اگه یکی از شعرشو بنویسه بذاره اینجا من ممنون میشم. و توی اون شعره به خوبی توضیح میده که اگه یکیش فوزون ز اندازه، آن یکی دیگر میاد پایین و همین اوضاع و احوال رو خراب میکنه. خب بذارید ببینیم که این هواپیمای تیم ملی فوتبال زنان مال برزیل، یه هواپیمایی، یه پولی میدن مثل بنر. الان تو ایران این بنرهایی که میزنن برای فوت فلانی، برای فارغ التحصیل شده از کلاس اول ابتدایی، از حج برگشته، حالا دیگه سند دزدی داره فلان، اینا بزرگتر و بهتر از این چیزایی که رو هواپیما. هواپیما خودتون نگاه کنید، این هواپیما تو فرودگاه که نشسته که همه دنبال اینن هم که بلیتشون اوکی بش سوار بشن برن. وقتی هم رفتن توش کسی کار به بیرونش نداره، اونایی هم که بیرونن رفته 30,000 فوت بالا کسی نمیبینتش. بعد که میاد میشینه پایین، بعد 4 نفر ازش عکس میگیرن که ما تو این هواپیما بودیم، این بر عکس مهسا امینی، اون بر عکس آقای امیر نصر آزادانی فوتبالیست. ملت والا بلا خودتون رو آویزون نکنید به یکی مثل ترامپ، به یکی مثل رضا پهلوی، به یکی مثل رجوی مرحوم، به یکی مثل مریم که اصلا دیدید راجع به این موضوعات حمله به آلبانی و اون داستان زن زندگی آزادی اینا انگار خفه خون گرفت بودن. خیلی ها به خفه خون میگن خفه خان، غلطه، اون کلمه خفقان هست، ولی خفه خون حالا نمیدونم معنیش هم چیه، یعنی خون تو دهنشون خفه شده چی شده، ولی این خفه خون رو با خفقان اشتباه نگیرید. در هر صورت به این چیزا دلخوش نباشید. این خمینی با همه دروغایی که گفت یه دو سه تا چی رو خوب گفت. گفت دلخوش نباشید که ما براتون برق مجانی میکنیم، آب مجانی میکنیم، ما این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم و الی آخر. خب همین آقای وحید رجب‌لو که الان نمیدونم هست یا رفت، خب من از ایران با ایشون در تماس بودم، یه چند بارم احتیاج داشتیم کمک کنه به دوازی از دوستان. ایشون لطف کرد، چون اکانتی که داشت از همون اول اکانتی بود که میشد از خارج پول ریخت داخلش و اونا تو ایران یه جوری پولو میگرفتن، به هر کی شما میگفتی میداد. حالا اومده آمریکا و اینها، و من دیروز یا پریروز وقتی با ایشون تماس گرفتم
گفتم کجا هستی؟ شرق آمریکا هستی؟ غرب آمریکا هستی؟ اینها با هم در تماس باشین. نوشت که شما تلگرام داری؟ نوشتم والا تلگرام هم دارم، ولی اونم مثل مغزم که دارم ولی ازش استفاده نمی کنم یا کم استفاده می کنم اونجوریه. دوستان، محض رضای خدا، جون مادرتون، جون هر کی دوست دارید، اگه یه کسی اومد در خونتون در زد، همونجا باهاش صحبت کنید. بهش نگید آدرس دفتر منو میدونی بیا دفتر. اگه یه کسی رو تو تهران میبینید دارید باهاش حرف میزنید، همون تو تهران باهاش صحبت کنید. بهش نگید شما مازندرانم ویلا داری بیا اونجا، که من اونم بگه نه من شیراز، شما بیا شیراز. همونجا اگه کسی براتون ایمیل میزنه، ایمیل رو اونجا جواب بهش بدید. تو ایمیل ننویسین من جواب شما رو تو تلگرام دارم. بله میدونم بعضی وقتا به خاطر محدودیت هایی که اینا دارن، مثلا میگه یادم میره کجا رو نگاه کنم، چون ما تو تلویزیون تو دوربین معمولی اینقدر عدسی داریم که نگاه کنیم، ولی تو این دوربینه گویا اینجا فقط عدسی هست، یه عدسی کوچولو. ولی همین کاری که بهتون میگم، انگشتتون رو مثل صمد آقا بیارین جلو، ببینید کجاست، اونجا رو نگاه کنید، درست میشه. حالا امیدواریم ما جایی رو که نگاه میکنیم درست باشه، تو سوراخ درستی نگاه کرده باشیم. خلاصه هر کسی هر جایی با شما تماس میگیره، اگه تو فیسبوک تماس میگیره باهاش با فیسبوک جواب بدین، اگه توی اینستاگرام جواب تماس میگیره توی اینستاگرام، ایمیل، لینکدین. و ماشاءالله دیگه انقدر این سوشال میدیا زیاد شده، تنها چیزی که کم داشتیم این بود که یه چیزی هم مثل توییت یا توییتر آقای مارک زاکربرگ یا چیه مال فیسبوک بیاد درست کنه به نام ترید. این کلمه ترید، من اول گفتم چرا این کلمه رو استفاده کرده، چون اون یه کلمه هست درست نزدیک این اون تریترن هست، یعنی تهدید کردن. ولی این ترید یه چیزی رو که میبافن مثل تناب و اینها، و اگر نگاه کنید لوگو یا اون علامتش هم مثل یه تنابیه که افتاده رو زمین. مثلا شما وقتی میرید یه جای بندر و اینها، میبینید این قایقا وقتی میان این تنابا رو باز که میکنن رو زمین اینجوری میفته، یه سری تناب و اینا هست. و حالا قرار شده ایلان ماسک ازش شکایت کنه. ببینم این چی میگه. Bring them on video. بله، میگه اگه دوستاتو میخوای اینجوری بیار روی ویدیو. نه، من معمولا از قبل قرار میذارم با دوستان و اونجوری صحبت میکنم، ولی اینو فکر کردم بدهکارم به دوستان که برای این موضوعاتی که نوشتن و من جواب ندادم یا یه جواب کوتاه دادم و یا گفتم در این مورد برنامه میذاریم صحبت میکنیم. ببینید خود منم الان همین اشتباه رو کردم. طرف یه چیزی مینویسه، پیام میذاره، من بهش میگم که چون نمیتونم تک تک صحبت کنم برای همه. خب یه حالتایی رو میشه قابل قبوله، ولی این که هر کسی جای دیگه با شما تماس میگیره، شما چون تو اینستاگرام راحتین، چون تلگرام راحتین، بهش بگید بیا اونجا، این به نظر من کار بیخودیه. من هنوزم فکر میکنم چشان یه جای دیگه نگاه میکنه، اب نداره دیگه. خب اینم ماجرا این که هر کسی با شما هر جا تماس گرفت، همونجا بهش پاسخ بدید، کلکل کنید و الی آخر. و اما یه فیلمی من دیدم که فکر کنم سالهایی که جنگ بود تو ایران، اون از 1359 8 سال حساب کنید تا 67 و اینا هم است که جنگ بود تو ایران. اتفاقاتی که افتاد اون موقع بیشتر این رفسنجانی و خود خمینی در به اصطلاح مقام رهبری و مسئولیت و رئیس جمهور و رئیس مجلس و اینها بودن. حالا این بیچاره بنی‌صدر که اصلا عمر ریاست جمهوریش کفاف نداد که حتی اون بزرگتش دار، نه فرمانده سه نیرو باشه و اینها، ولی اینقدر این فائزه هاشمی رو اگه یه کسی بتونه واقعا بشونتش روی صندلی، یه دارویی بهش بدن که راست بگه، ببینید چه خیانت هایی پدر همین خانم که الان طلبکار همه هم هست، از اصلاح طلب طلبکاره، از اصولگرا طلبکاره، و چه دزدیایی کردن، چه زمینایی گرفتن. همین داداشش چند مدت پیش آزاد شده، الان مردم دارن اعتراض میکنن. دوستان فضائل عزیزانم، یکی از دوستای خوبمون، برنامه سازای قدیمی اینجا هست که امیدوارم با ایشون هم فرصتی بشه صحبتی داشته باشیم و اینها. خلاصه
یه هواپیمای این کلمه فوکر یا بعضیا به مسخره میگفتن فاکر، هواپیمای روسی مسافربری بود که خریده بود ایران به دلیل محدودیت هایی که داشتن. خود من سال 2005 وقتی رفتم ایران از تهران به شیراز با اون هواپیما رفتم سال ببخشید 2005 گفتم که 95 اشتباه، سال 2005 که رفتم با اونا رفتم. اصلا آدم فکر میکنه، حالا ما فکر میکنیم هواپیمای ارتش، چون من چتباز بودم فکر میکنم اون که سوار میشدیم خیلی بد بود و لرزش داشت اینا، بعد میبینیم نه بابا اون هواپیمای هرکولس 330، سی انگلیسی 130 فارسی عددی، اون یکی از هواپیمای خوبه که الان هم جدیدش آوردن که به اصطلاح ملخی نیست، پره‌ای نیست. و خلاصه با یکی از این هواپیما از تهران به شیراز رفتم، اصلا فکر میکردی الان در و پنجره‌هاش کنده میشه، ولی خبر خوب شنیدم که یه سری هواپیمای جدید گویا ایران از این ور اون ور خریده. دوستان این محدودیت ها تنها بلایی که به سر ایران آورد اینه که چیزها رو گرون و به جای چیزهای نو بر کنه بخره. همین ماجرای ماشین ببینید چه گندی زدن، و این مرده که کیه دیوونه که لباس مخصوصی هم میپوشه، سلیمیه کیه، پسرش هم گویا زندان بوده اونم آزاد شده و اینها. این گفته بود هر کسی به ماشین ساخت ایران توهین کنه به رهبری توهین کرده، مردم هم انقدر براش جوک ساختن که به نظرم مجبور بشه اصلا این حرفشو پس بگیره. یکی گفته بود امروز ماشین خراب شد بردم مکانیکی، مکانیک یه سیمی کرد تو سوراخ عقبش، و من همون موقع فکر میکردم حالا این رهبری چه فشاری بهش میاد، هر یه اینچی که این میرفت داخل، نمیدونم مغز اینا رو خر خورده یا اینا مغز خر خورده. در هر صورت این سقوط هواپیمای فوکر 27 در عملیات ولفجر 8 رو اگه یکی از دوستان لینکش رو پیدا کنه اینجا بذاره روی یوتیوب هست، خیلی چیزای جالبی میگه. خود اون آقای محسن رفیق دوست میگه که اینها چقدر دروغ گفتن اونجا، میگه حتی وقتی یکی دروغ میگفت ما میخواستیم بگیم بابا این دروغ نیست، اون یکی دیگه دستمون رو میگرفت. یکم چای بنوشم به سلامتی شما. شیرازی ها و خوزستانی ها چای خیلی غلیظ یا سنگین میخورن، نه سنگین از لحاظ وزن، وقتی رنگش تیره هست میگن سنگین. خلاصه اینا که حالا کیسه ای هر چی میذاریش اینجا، چای پاکتی یا کیسه ای، بیشتر رنگ میگیره، مزه هم نداره. خلاصه این هواپیما گویا یه سری از سران مملکت از ارتشی گرفته و از نماینده مجلس گرفته و از آخوند مخوندا گرفته، تصمیم میگیرن برن مرز و برن اون مناطق جنگی ببینن چه خبره. حالا اینا میگفتن ستون پنجم، ستون پنجم میدونید که توی هر کشوری جاسوس ها و اونایی که توی دولت هستن ولی چیز میکنن بهشون ستون پنجم میگن، و دلیلش هم من نمیدونم چرا. یه دفعه اتفاق گفتم برم نگاه کنم، چون معمولا هر ساختمونی 4 تا ستون داره، اگه ستون پنجم لابد اون وسط، یادم هنرستان شیراز یه ستونی داشت آلمانی ها ساخته بودن، هر کی اذیت میکرد از کلاس میکردنش بیرون میگفتن برو وایس پای ستون، ما به شوخی میگفتیم این ستون پنجمه. در هر صورت دوستان این ماجرای سقوط هواپیمای فوکر 27 در عملیات ولفجر رو ببینید. بعضیا باور دارن که خود اینا به جون هم افتاده بودن، میدونید مثلا اون دفتر حزب جمهوری، اون ماجرای دیگه بمبگذاری ها رو خیلی ها میگن خود رفسنجانی دستن در کار بوده، و این ماجرای قدرته. این برمیگرده به همون که حتی پادشاهان هم بچه خودشون، برادر خودشون، خانواده های خودشون میکشتن که تهدیدی برای قدرت وجود نداشته باشه، برای حکومت وجود نداشته باشه. ولی میبینید که آخر کار خودش هم وقتی در حال شنا کردن و خوشگذرونی توی استخر بوده، حالا تازه بچه هاش میگن اینو سرش زیر آب کردن، یا اینکه یه موادی ریختن توی اون آب استخر، موادی که این روسا استفاده میکنن. بابا چند سالش بود این مردک؟ پدر بنده 67 سالگی فوت شده. خیلی از پدرهای شما که همسن من هستید نگاه کنید، سنا بین 50 تا 70 فوت شدن رفتن. اوریج سن یا میانگین سن توی ایران اگه خیلی برگردید عقب از سال 30 سال و نمیدونم بعد 40 و 45 اینا، حال تازگی ها شده 70 خورده.
ولی همین بوده. حالا این مردی که درست همه عمرش خورده بود و خوابیده بود، ولی همون خوردن و خوابیدن و چاق شدن هم از اون بر میکشدش. حالا اومدن اینا میخوان شهید سازی کنن، بچه هاش بگن این آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی شهید شد. خب و اما من یه دوستی یه برنامه داشت و از یه جنبشی صحبت کرد به نام پیر بابکان، و حالا یا خوشبختانه یا متاسفانه خیلی مورد حمله قرار گرفت. وقتی اینجوری میشنم این گوشیه میره تو قسمت مشکی آینه بهتره، وقتی میام اینجا این گوشیه میاد اینجا خیلی خوشم نمیاد. اون یکی دیگر داشتم از این کوچیک‌تر بود، داشتم میگفتم بهتون، چند روز اونو پوشیدم و چون بیرون هوا به شدت شرجی بود و کار میکردم و عرق میکردم، عرق رفته بود تو گوش یا هیومیتی شرجی رفته بود توی گوش و این چون بسته بودش اونجا شده بود یاد استخرهای آلمان میافتادم که میگفتن حتما پاتونو وقتی میرین خونه ایر درایر یا سشوار بزنید خشک کنید حسابی، بعضیا حتی پودر بچه میگفتن بزنید که بعدا گفتن نه پودر بچه ضرر داره. یه چیزی هست به نام مولد یا به نام مثل کپک بهش میگیم، این تو گوش میزنه. خلاصه ما شانس آوردیم یه شب بیدار شدم دیدم یک گوش دردی همین سمت چپم بود، گوش درد نبود، استخون درد اینجا. بعدن که چیز کردم تحقیق کردم فکر کردم این همون دو سه روز پشت سر هم از صبح تا عصر این گوشی رو تو گوش داشتن و عرق کردن و هوای بیرون و اینا همه اینا مزید بر علت شده. و یه چیز جالبتر براتون بگم، یکی از اون روزا این گوشی من به من گفت که شما این ما نمیدونیم بالاخره گیت شدیم، این گوشیه این گوشیه این ایربال تو خیلی استفاده کردی، یکم به خودت بریک بده. یادم افتاد به یه دوستی هست آقایی به نام تروی که یک برنامه ای رو درست میکنه، اونم موفقه هم تو کاراش هم توی یوتیوب، تروی اکسپلورز. این اکسپلورز اس آخرش رو خودش هم میگه بذارید چون سوم شخصه استفاده کرده. اکسپلور یعنی آدمی که میره این ور اون ور نگاه میکنه، دوست داره سر از همه چیز در بیاره و اینها. میدونید خیلی برنامه ها هست، مثلا میگم ویندو اکسپلورر یا ماشین داریم فورد اکسپلورر. خلاصه این آقای تروی میگفت که یکی از این گوشی های تلفن یا ساعت اپل جونش رو نجات داده، چون با یه دونه از این چرخ های اسکی داشته میرفته یه ماشین زده و بهش و اون نامرد ول میکنه میره، این بنده خدا میفته اونجا دیگه اصلا اشد خودش خونده بوده، بعد میبینه آمبولانس میاد پلیس میاد و اینها. وقتی میبرنش تو بیمارستان میگه شما از کجا فهمیدید من اینجوری شدم؟ میگن اپل، این تلفن اپل، نمیدونم اندروید همچین آپشنی داره یا نه، ولی اپل گویا زنگ زده بوده به 911 که شماره امرجنسی اینجا هست و پلیس و اینها اومده بودن و اینو نجات دادن. هنوز تا هنوز وقتی صحبت میکنه چشش و اینجاها و دستش که شکسته بوده و اینها، ولی چون کارگر کار میکنه با افتخار تو آمریکا با همین دست شکسته راننده تریلی هست، کار مشکلی. حالا این شانس آورده که تریلیش اتوماتیکه. بنده آقای تروی توی ایران دانشجو که بودم دستم شکست، مجبور شدم همون راننده تاکسی که میکردم با یه دستی، حالا این دنده عوض کنم، اینا شانس آورده این دست چپ رو شکسته بود با این دست همه کار میکرد. توی آمریکا هم جراحی پا کردم و اون موقع اون ماشین ما، من اصلا ماشین کامیون اتوماتیک نروندم، اینجا اتوبوسای اتوماتیک روندم ولی کامیون اتوماتیک نروندم. خلاصه چرا یه کامیون 26 فوتی باکس روندم، چقدرم بعد این دنده هاش زشت درست کردن، انگار چیزم پی تی او رو برشتن گذاشتن اونجا. خلاصه با اون پای لنگ من مجبور بودم رانندگی کنم، چون اگه یه روز رانندگی نکنی، یه هفته رانندگی نکنی، آخر هفته $1000 نداری، آخر ما اجاره خونه نداری، اون موقع اجاره نشین هم بودم و فلان اینا، از خونه میندازنت بیرون. تو آمریکا معروف میگن شما حتی وقتی خونه میخری اگه میخوای ببینی کی صاحب خونه هست، دو ماه مالیات نده، پول آب نده، پول برق نده، میبینی چی میشه، همه رو قطع میکنن میندازنت بیرون. یک خانم 90 ساله‌ای رو به خاطر $2300 مالیات از خونش انداخته بودن بیرون که خیلی مردم ناراحت شدن و کلیسای اون محل اون پول رو داد به دولت و
به اصطلاح خونش رو دوباره بهش برگردوندن. بعضی از این پیرزن پیرمردا 50 سال، 30 سال، 40 سال توی خونه هستن و نمیخوان از اونجا برن بیرون. حتی هرچی بهش میگی بابا این خونه مشکله، پله داره، 5 تا اتاق داره، شما یه اتاق بیشتر احتیاج نداری اینها، ولی میگه این خونه خاطرات من هست و اینها. من خودم یادمه توی کاری بودم که تخت بیمارستان و اینها میبردیم جابجا میکردیم، یه روزی به من و اون کسی که با من میمد میرفتیم گفتن برین یه خانومی پیری میخواد از خونهش بره یکی از این خانه سالمندان. خانه سالمندان بسیار جدید، بسیار خوب، قشنگ، فسیلیتی، امکانات، ولی خونه هم که میخواست بره خونه تو مکلین، میگفتن این 50 خورده سال تو این خونه هست. اولا اونجایی که اینا داشتن موو میکردن و چیزها رو زده بودن فروخت و تابلو رو سنگ زده بودن فروخته شده و فلان، و ما این تختش رو داشتیم دیس اسمبل میکردیم، تک تک میکردیم که بذاریم تو کامیون ببریم اونجا دوباره اسمبل کنیم بذاریم تو هم. این فقط عشق میریخ. بعد یه هفته به من آدرس دادن، من دیدم این آدرسه و اسمه همونه، گفتم خب برم ببینم حالا چجوری. رفتم براش یه دوشک چیز بردم که روز صندلی چرخدار یه توشک یا یه کوشن اضافه کنه. وقتی رفتم اونجا بهش گفتم چطور اینجا، یادم روزی که میخواستی از خونه بیای خیلی ناراحت بودی. تا گفتم چطوره، حالا کسی که سلام علیک کرد و خنده رو بود اخمش کرد تو هم، گفت خیلی بد. گفتم او دیگه بیشتر ادامه ندادم. در اصل دوستان تا اونجایی که میتونید پدر مادرها رو تو خونه و تا اونجایی که اونا میخوان نگهشون دارید، و اگر دیگه نمیشه دیگه چاره ای نیست. زندگی اینجور شده، خانم کار میکنه، آقا کار میکنه، بچه ها حسل پدر بزرگ مادر بزرگ ندارن، خود پدر بزرگ مادر بزرگ ها نمیتونن با نوه ها و بچه ها زندگی کنن. من بارها مادرم میارم اینجا یه نهاری با هم میخوریم، میگم قرصم بیار شب هم اینجا بمونیم، میگه نه من اونجا خونه خودم شب بیدار میشه، یه آپارتمان یه بدروم داره، خونه خودم شب هر وقت بیدار بشم راحتم، به کسی اذیت نمیکنم فلان اینا، اینجوریه دیگه. در اصولت اینم یه موزل بزرگیه، خانه سالمندان اینها، و میبینیم بعضی ها خیلی یه جاهای خیلی بدرفتاری شده و اینها. واقعا بگردید افراد با وجدان رو پیدا کنید که سرویس خوبی میدن. برگردیم به این دوستی که پیر جنبش پیر بابکان رو آمد در موردش صحبت کرد، و بلافاصله تا صحبت کرد حملات زیادی از طرف دوستان بیننده شد. یکی گفت آقا این سر پیری معرکه گرفته، این خودش پیره، حالا به دیگران میگه بیاین بریم کشته بشیم فلان اینا. گفتم آقا به شما که نمیگه، به پیرای مثل خودش میگه. خب شما که زندگیتون رو ساختید، حالا یا موفق یا ناموفق، الان برید یه کاری کنید، بالاخره یه نام نیکی از خودتون به پا. خلاصه کاری کردن که این بنده خدا اصلا پشیمون شد از همون یه برنامه‌ای هم که گذاشته بود به نام پیر بابکان. حالا چند روز پیش یک چیزی آمد به نام خرمدینان. میدونید بابک، حالا این پشتش خرمدین، بابک خرمدین و اینها، و متاسفانه این حالا قهرمانان هم میدونید در هر دوره عوض میشن. یه روز نمیدونم میگن این فلانی قهرمانه، دوره حکومت بعدی میگن این جاسوس بوده، این خیانتکار بوده، این خائن بوده، و همینه دیگه. مثلا مجاهدین این بر میرن توی اون مرز اشرف و نمیدونم خونه خودشون اینا قهرمانن، میان بیرون میشن خائن و وطن فروش اینا بمانن. این دوست ما اتفاق براش نوشتم، خب این موضوع رو من توی برنامه میخونم و دربارش صحبت میکنم. گفت نه اصلا اسمی هم از من نیار و اینها. گفتیم چشم، ولی ما تا اینو بگیم خب دوستان که دیگه فراموشی بهشون دست نداده، یادشون میاد که شما بودی و اینها. ولی ایرانی ها اینجوری هن، یه طبعی دارن نازنازی. همون دوباره برمیگردیم به یه کشمش گرمیشون میشه، به یه قوره سردیشون میشه. حالا من براتون میخونم این رو، امیدوارم درست باشه. اینقدرم ریز نوشتمش که ببینم میتونم اینجوری درشترش کنم. کنترل رو میگیری و این ماوستو میبری بالا، الان شد 150 درصد. میخواستم به شما نشون بدم، بعد یادم افتاد که این سیستم دوربین ما مستقیم به فیسبوک وصله، کاری به کامپیوتر نداره. نوشته یکم مقاله بلنده، این مقاله بلندم خدا نگذره از سر معلمای انشای ما که به هممون میخواستن وجبی نمره بدن، میگفتن انشاتون باید 2 صفحه کمتر نباشه. حالا بعد بچه ها گشاد گشاد مینوشتن، بزرگ بزرگ مینوشتن و الی آخر. آقای اکبری هم اینجاست، بهش سلام میکنم، خیلی ممنونم که
هر وقت که ما هستیم ایشون دنبال میکنه و یه سر به صفحه اکبر اکبری هم بزنید، چیزایی که می‌نویسه و اینها خیلی جالبه. و اتفاقا اون ویدیویی که شما گذاشتید راجع به یک دخترک مالیاباد، من گذاشته بودم یه نفر دیگه فرستاده بود که نشون بدم، بله آقای شیرزاد جلیلی فرستاده بود، اینجا نوشتم دخترک گل فروش پل مالیاباد شیراز آقای شیرزاد جلیلی. بعد دیدم شما فرستادید. ببینید، من یه دفعه با آقای لادن صحبت میکردم، آقای لادن به من گفت من فکر کنم چون شما معلم بودی و بعد دبیر شدی و اینها، این حس دنبال غلط گشتن تو مغزت از جوانی بوده و تا یه کاغذی رو میدن بهت اصلا متن رو نمیخونی، میخوای ببینی غلط املایی نداره، غلط چی میگفتن فرهنگی چی بود، اون دستور نمیدونم دستور فرهنگی چی بود به اصطلاح، یعنی جمله اینا درست باشه، فعل فاعل مفعول ماضی بعید ماضی استمراری حال آینده اینها، دیدم ایشون درست میگه. و ببین آقای اکبری، خب اون پسرم خود اون آقا با اون شلوارش رو شب زیر پر ساعت 4 صبح، دیگه ما میدونیم ساعت 4 صبح چه کسایی بیدار هستن و اینها چه کسایی بیرون هستن، بماند شروع میکنه یه دخترک گل فروش، یه آهنگ خیلی قشنگی بود، نمیدونم تو زمان شاه خونده شده بود یا بعدم خونده شده بود، ولی گذاشته بودنش روی ویدیوی خیلی قشنگ بود، یه دختر بچه یه کوچولو دستور زبان فارسی، خیلی ممنون. بله ببینید همینه، وقتی یه نفر اینجا باهات باشه اون پشتگرمی که میگین، من بهش میگم دلگرمی، یه دلگرمی داره که اگه لغتی رو اشتباه گفتی و اینها، من مثلا دیدم این آقای تروی تو برنامهش یه جایی به جای سربلند گفت سربالا، میخواستم بهش بگم تو چون همش تو کامیون هستی همش به فکر سرزیری و سر، ولی بعضی وقتا واقعا یه کلمه ساده ای رو آدم یادش نمیاد و این میخواست بگه آدم سربلند این کار رو انجام میده، گفت سربالا که اصلا دوتا معنی مختلف داره. بگذاریم، ببینید معانی یه چیزایی داره. حالا من همیشه گفتم زبان پویا هست و باید عوض بشه، نباید ایستاش کنی. مثلا یکی نشته بود پروفسور فلانی به زبان میخی و سیخی صحبت میکنه، نوشتم خب چند نفر این زبان میخی و سیخی رو بلدن؟ مثل این میمونه که من الان به شما بگم آقای اکبری مجده من رفتم کلاس زبان مریخی یاد گرفتم، حالا اون میخی یاد گرفته من مریخی یاد گرفتم، بعد اکبری میگه خب مرد حسابی، هیچ کس که تو رو نمیفهمه. آقای اکبری من نمیدونم شما وقتی کلاس مدرسه میرفتید، دوره‌ای که ما رفتیم هنرستان آقای افلاطونی اولین سالی بود که کتاب انگلیسی، یک کتابی هم برای انگلیسی درست شده بود، چون وقتا هر معلمی میمده خودش یه چیزایی یاد میداده و هیچ وقت یادم نمیره، یه قسمتی بود کامپریهنشن یا درک مطلب، اینها داستانهای چیزی رو میخوند بعد از ما میپرسید فهمیدین، اگه فهمیدین چی فهمیدین، چقدرشو فهمیدین. یه داستانی بود، یه آقایی گفته بود من چرا به این بگم بلندگو، به این بگم تلفن همراه، به این بگم گوشی، به این بگم خودکار، به اون بگم مداد، من میخوام به این بگم استکان، به این بلندگو بگم لیوان، به چرا بگم آواژور مثلا، حالا آواژور هم بازه یه چیزی نیم دارم، بگم پنکه. بعد هی هم وایساد تمرین کرد، هی رفت وقت گذاشت که این نمیدونم اینه، علی خودم هم یادم رفته مثلا این خودکار نیست، این سیگاره، این بلندگو نیست، میکروفونه، این دستمال عینک پاک کنی نیست، نمیدونم هول است بلان، اینا رو خوب تمرین که کرد اولا چیزها رو یادش رفت، بعد حرف که میزد هیچ که نمیفهمیدش. بعد برای یه آقایی نوشتن که خب منم بگم زبان مریخی بلدم ولی هیچ که نمیتونه باهاش صحبت کنه، این یه کمی گلوار، میدونی همه هم میخوان بهت حمله کنن، حالا شانس آوردیم فوش نداد، گلوار نوشت که من انتظار داشتم شما میرفتی سرچ میکردی میدیدی این چه کار مهمی انجام داده. میگم آقا منم ممکنه تبر بردارم یا کلنگ بردارم برم از صبح تا شب یه جایی رو بکنم، بعد به شما بگم من یه گودی کندم کم کم دارم میرسم به چین، خب چه فایده؟ حالا این کارا رو کرده فایدهش چیه؟ من با یه زبونی هم حرف میزد، دیدی اینایی که
فالگیرن، میخوام بگن ما با جن ارتباط داریم، با یه زبونی حرف میزنن. آمریکایی‌ها این کارا رو میکنن، این مسیحی پسیحی ها، که شما نمیفهمی. به خودش اگه بگی دوباره همین جمله رو بگو و شما ضبط کنی، این کارو کردن، اونم نمیتونه دوباره تکرار کنه. ما اینجوری شدیم متاسفانه. این آقا میگه دخترک. دخترک یعنی یک دختر کوچولو، حالا یا از لحاظ سن یا از لحاظ هیکل. بعد که صحبت میکنه میبینیم این خانم یه پسر داره، پسرش تو خونه است، درست فهمیدم؟ بعد این خانم ساعت 4 صبح میاد یه جایی که خود اون آقا میگه تو شیراز اینایی که میان اینجا میدونن کیا وای میسن اینجا. اون موقعشم خب عزیز من، 1000 تا کار دیگه است. من دیدم الان فروشگاه ایرانی یه پسر شیرازی هست، اسمش یادم رفته، دوربین برمی داره این میره شیراز رو نشون میده، این برو برو نشون میده، خیلی از این چیزا هست، تهرون نشون میدن اینا. این فروشگاه ها رو که میره، خانما اینقدر خوشگل، حتی با روسری و مغنه و اینا، همشون مثل این مهموندارای هواپیما. بعد همه میگن تو ایران الان اینقدر خانما فروشنده شدن تو مغازه ها، فروشنده ماشینن، وکیلن، فلانن، بیسارن. حالا دیگه لازم نیست شما 4 صبح بری گل فروشی کنی. و این نوع گل فروشی ها اینجا هم هست، روزای جمعه ساعت 4-5 هست، اینا میرن گلای مونده گل فروشی ها، و حتی بعضی هاشون میرن پشت فروشگاه های بزرگی که گلا رو ریختن بیرون دیگه، مثلا 3 روز مونده ریختن بیرون، چون این گل هم یه داستانی داره. این گل هم حالا تا از هلند اومده یا از هر جایی اومده، با یخچال و مغچال و هر جوری نگهش داشتن، با این دواهایی که میزن پاش، یه عمری داره. این وقتی دیگه میبینن اونجا قابل فروش نیه، برگای دورش هم میکنن که تازه بشه، چی بهش میگن، این پرای گل، گل پر میگن، نمیدونم چی میگن، اونا رو میکنن کمتر بشه و فلان، ولی دیگه بالاخره داره میمیره. ولی میاد اینجایی که ماشین آوای میسن، طرف هم حالا یه غلط کرده، یه حرفی زده، خانوش از دست ناراحته، یه گلی میخرن که ببره اونجا. چی داره این گلا؟ هم $5 $10 پول میگیرن، بعضی هم $20 که میدن میگه باقیش برای خودت. دیدم تو ایران کارت خونم داره. ولی این کاری که رایج شده، ما هر کار غلطی رو صرفاً به این خاطر که میخوایم مخالفت کنیم با آخوندا، این کار رو درست بگیم، این درست نیست. امیدوارم این خانمه تا سالمه، تا جوونه، تا ماشین نزده بهش، تا یه مستی نزده بهش، تا یکی بلندش نکرده ببره سر به نیستش کنه. برید یه فیلمی بود مال چهارشنبه سوری، چقدر اون افشای معروف توش بودن، همین مردکه آبادانی که فرار کرده اومده اینجا، فرخپوره چیه، این بود، اون خانم هدیه تهرانی بود، اون یکی هومر سیدی بود، اون خانم ترانه علی دوستی بود. اینا فیلم قشنگی بود، چهارشنبه سوری، خوب شما رو میبره تا آخر، بعد براتون میگردونه. من نمیگم حالا که چیه، فیلم چهارشنبه سوری فکر کنم مال 1385 بود. خلاصه این کارای غلط و اینا رو چی نکنید. تو اون فیلمه این خانمه که میره خونه اینو رو تمیز میکنه، میگه بله اتفاق، اون بهش میگه بیا من میرسونم، مطمئن نیست خودت شب بخوای بری از اینجا به امامزاده داوود، میگه بله اتفاق هفته پیشه که از همکارام که دختر جوونی بوده ناپدید شده، هیچ اثری هم ازش نیست. ببینید الان تو خیابون رقصیدن، والا بلا تو همین آلمان شما، تو همین آمریکای ما، اگه 2-3 نفر وایسن یه جایی برخصن سد معبر درست کنن، سد همون کلمه سد، سین و دال، معبر هم یعنی عبور، یعنی نذارن مردم برن بیان، حالا یکی میاد یا سکیوریتی یا پلیس یا خود مردم میگن بابا این کارو نکن. حالا ایران از تو مترو، از تو پیاده رو، بعد هر تا حرف بزنیم که آن دیدی این سوربی نگاه کن مخالف زن زندگی آزادی. نه آقا، من از همه تونم موافق دارم، به همین دلیل نرفتم تو این تظاهرات خرابش کنم، مثل اون آقای آخوندی، مثل آقای حامد اسماعیلیون. برای حامد اسماعیلیون نوشتم آقای حامد اسماعیلیون، شما از این پای این آخوندا داشتی میخوردی، میرفتی، میمدی، زندگی شاد شنگولی داشتی، کتابت هم اونجا مینوشتی، پول سفرت هم از اینا در میبردی، حالا زد و دست تصادف زد، زن بچت کشته شده. تو دردت با اونای دیگه یکی نیست،
یکی از مشکلاتی که جنبشا به جایی نمیرسه اینه که اینها سر یه بحث به اصطلاح چی میگن مشترک با هم نمیان بیرون، سر دستمزد کم نمیان بیرون، سر ساعت کار اضافی نمیان بیرون، سر خواهان آزادی بودن نمیان بیرون. شما نگاه کنید این پیرمردای بیچاره بازنشسته ها میان تو گرما، بعد تلویزیون هم نشون میدن با افتخار 30 نفر 40 نفر وایسادن اونجا، مردم حتی نمیرن با پدر بزرگشون با پدرشون کمک کنن خواهان اون باشن. اون وقت دیدید حالا چی شد نتیجهش؟ نتیجهش اینه که آقا رضا بره تو فلان جزیره با فلان پولدار با یه مشتی دختر پسر جوان که این آقای تمورس خیلی قشنگ نوشته بود چون خجالت میکشه رفته پشت سر همه اینا، چون پیرمرد 60 و چند ساله اینا همه 20 30 هستن. حالا اون یکی هم چون صاحب جزیره هست و پولداره باید بره اونجا، به اصطلاح کلید مکان دست اون بوده. برگردیم من این مقاله رو براتون بخونم. رفتیم توی انشاهای طولانی و اینها، ما همه چیمون اشتباه بوده، الان هم همه چی رو داریم با اشتباه میخوایم جبران اشتباه کنیم. آمریکایی ها میگن دو تا چیز غلط معنیش این نیست که این آخرش به یه نتیجه درست میرسه. Two wrongs doesn't make it right. دو تا چیز غلط، شاید هم جمله رو من درست نگم، هیچ اشکال نداره، ممکنه چی نکنه. راجع به تروی صحبت کردم، حتما تروی اگه این با کامپیوتر بود امروز و دوربین معمولی بود صفحه رو بهتون نشون میدادم، ولی تروی اکسپلورز TROY اکسپلورم EXPLORES و توی یوتیوب هست، اگرم نتونستید پیداش کنید توی فیسبوک برای من بنویسید، من براتون اگر این فیلم رو بعدا از یوتیوب میبینید روی یوتیوب بنویسید براتون لینکشو میذارم. آدم زحمتکشیه، شانسی لاتاری سال 2011 اومده آمریکا، بعد رفته نیروی دریایی چند سال خدمت کرده، ماجراهای اونجا رو میگه تا اونجایی که میتونه بگه، بعضی جاها رو نمیتونه بگه، تجربیاتشو میگه. بعد حالا توی آخرین ویدیو که من ازش دیدم، دیدم که این حتی از آقای فیروز نادری هم نوشته بود و خیلی غمگین بود که اون فوت شده و اینها، گفته بود که فکر کرده که این کار رو خب نمیتونه تا همیشه ادامه بده، فکر این هست یه سال و نیم دیگه این کار رو ول کنه. و من براش نوشتم خوشحالم که از بیابانگردی میخوای دست برداری، چون تو صحبتاش گفته بود که قبلا دوست دختر داشته، حتما یکی از دلایلش همین بوده که شما سفر میکردی و اینها، میگن long distance relationship it's not good. بعد مجبور شد با دو تا سگ تو این قفس به این کوچیکی، من اسمش میذارم قفس، اینم از آقای فیلابی یاد گرفتم. آقای فیلابی یکی از دوستان ما اینجا تقریبا دیوونه شده بود، ماشینای کهنه و بدون ایر کاندیشن اینا، بعد گفت که بابا به این حق بدین، ماها هممون از صبح تا عصر، حالا کامیونای ما مثل اینا اتاق خواب و نمیدونم چی نداشت چون تو شهر بودیم، گفت توی این آهن زمستون سرد تابستون گرم و این از زندان کوچکتره. زندانیا از چیزی که گله میکنن چیه؟ از اندازه اتاقشونه. شما نگاه کنید این راننده تاکسی، راننده اوبر، راننده های کامیون بیچارا تو چقدر جا هستن، حتی خلبان ها تو چقدر جا هستن. خلبان ها جاشون از راننده کامیون اینا کمتره. من یادم سالها پیش وقتی دبیر بودم حقوق کافی نبود دیگه، کمک یک از دوستان آقای فریدون خدا رحمت کنه، اونم جوونی فوت شد، رانندگی میکردم، یکی از دوستانمون که هم دوره داداش من بوده اینا اومد گفت که با رانندگی کامیون چیه، باید بری تو بندر و این برون و کثیفه، شما دبیر هستی بیا راننده تی بی تی باش. رو تی بی تی داشت، گفتم که والا من بابام هم رانندگی اتوبوس و اینا رو دوست نداشت، ببخشید، میگو شب 30 نفر میخوابن، باد گرم رها میکنن، من باید همینجور چشام باز باشه، اون وقتا گفتن کبریت باید بذارم لای چشام و رانندگی کنم. بعد اینو بهش گفتم، گفت نه بابا اینجوری نیست و اینها، اگر به شوخی گفت اگه یکی این کار کرد شیشه بغل راننده رو بکش پایین با باد با هوای بیرون پدرشون در بیار. که ما یه مدت هم رفتم اتفاقا رانندگی تیبتینی کردم از شیراز به بندرعباس، بعد از شیراز به زاهدان، اونم تجربه خوبی بود. اینها خلاصه این راننده ها دوستان ممکنه یه مدتی جوان هستن، مثلا تروی میگه من میخواستم آمریکا رو بگردم که گشتم، ولی ازش سوال کنی
خب حالا درسته، شما تازه به خاطر ویدیو هم یکم وقت میذاری تو شهر و اینا میری، کجا میری شما؟ شما همش تو جاده هستی، همش این خطای سفید این و خطای زرد اون ور بگیر برو. من یه مدتی برای این انتخابات رئیس جمهورا کار میکردم، این دوستم میگه آقا شغل خیلی خوبیه، همه شهرها رو میری. میگفتم آقا کجا میری؟ ما تو میرسیم میریم توی فرودگاه، از فرودگاه دوباره چمدون رو شوخی هم میکردم گفتم ممدون، چمدون و ممدون و اینا رو بردار بریم هتل، هتل هم بریم یه دوش بگیریم آماده بشیم بریم شب، خانم کلینتون میخواد صحبت کنه، نمیدونم اون آقای بوش میخواد صحبت کنه، بریم فیلم برداری کنیم، عکس برداری کنیم، تا کارمون تموم شد بیان. خسته و کوفته صبح مثل آدم میرفتیم، لباس ها شیک همه از تو چی در می آوردیم، اتو کشی شده تاکسی دو باید میپوشیدیم، یا بلک چیز بهش میگن تای، یعنی کراوات مشکی و کوچلوار مشکی و پیرن سفید و اینها. دیدید که حتی باسبای اونجا ویتر اونجا اوبار میگفتین هر اوبار، توی آلمان خیلی احترام میذارن به خدمتکارا و اینا. متاسفانه توی آمریکا دیدم من دو تا دکتر از دوستان بهشون گفتم اگر شما دفعه دیگه اینجوری به اینا رفتار کنین من باهاتون بیرون نمیام، اگر باز ادامه بدین و من ببینم دوستیمو باهاتون به هم میزنم. اینی که شما نشستی اینجا مثلا چون این اسپانیش میگه هی اولا، یا وقتی میاد اینجا مسخرهش میکنین، اینا دارن به این سختی کار میکنن، بیشترشون این کار دومشونه که بتونه بچهش بفرسته دانشگاه. خلاصه از کجا بگم، ما اگه بخوایم برنامه بذاریم باید روز 24 ساعت برنامه بذاریم، همش هم از اشکالات بگیم. بعدم دوستان میگن آقا این سربی خیلی غور میزنه، خیلی نق میزنه. برگردیم به جنبش پیر بابکان که اون دوستمون اصلا گیواب کرد دیگه، گفت بابا ایرانی ها رو ولشون کن، همه فکر میکنن فیلسوفن. شما دیدی این شاهی که دیپلم نداشت چون سه تا زبون بلد بود انقدر دهن گشادشو باز کرد که همون شد تیشه زد به ریشش. امروز یه ویدیویی رو میدیدم یه دختر 6 7 ساله 7 تا زبان به خوبی صحبت میکنه، وقتی عقب افتاده شاهولایی میگن آقا شما میگی شاه دیپلم نداشت سه تا زبون صحبت میکرد. خب کار خر، یکیش که فارسی بوده که تو ایران بوده، دومیش که رفته سوئیس اون قسمتای سوئیس فرانسوی صحبت میکردن، اگر زور فرانسوی صحبت میکرد نمیکرده نهار گیرش نمیده، بعدم انگلیسی درسش دادم، دو سه سال اونجا بوده، کثافت بازی در آورده، دعوا کرده، ژاپنی رو زده، کردنش بیرون، دیپلم نگرفته. هر کدوم از شما بیناموسا و با ناموسا میگید شاه دیپلم داشته، من حاضرم بهتون 10-1 آقای رامین اعتبار همشهری عزیز من دکتر دندون پزشک، اگه شما فکر میکنی شاه خیلی دانا بود برو دیپلمشو بیا. آقا مدرسه یه روزه یه نمیدونم چی چی تو سوئد، تو سوئیس که مثل مدرسه احمدی و نمیدونم فلان نبوده که دفتری نداشته باشه، همونا هم الان دارن. بابا مصدق سالها قبل از این دکترا گرفت، عکسش هست، دکتراش هست، یربوکش هست، کتاب سالش هست. چه جوری شما تو هر بیوگرافی مال شاه که میرید میگه رفتن تحصیل کردن برگشتن رفتن دانشکده؟ نباید میرفت دانشکده افسری، باید میرفت اون آموزگاه که بچه های با سیکل میرفتن. این دیپلم ردی هم نداشت، حتی مثل که از کلاس 11 به کلاس 12 نرسیده بوده. آقای سرهنگ عقیلی پور، آقای تیمسار آریان پور، آقای دکتر ناصر انقطاع که خیلی داستر اقتدار، چون بهایی بود ترسو بود با چیزا، نه چون بهایی بود، یعنی میگه ما بهایی ها خیلی زیر فشاریم، به من تو تلفن گفت آقای سوربی من جرئت نمیکنم از دست سلطنت طلبا حقیقتو بگم، تو کالیفرنیا زندگی بکنی بهایی هم باشی خب معلومه دیگه. اینا هر سهشون گفتن از لحاظ تاریخ، از لحاظ زمان، از لحاظ مکان ایشون نتونسته، بعد با افتضاح برگشته. سوغات هم برای که به جای دیپلم بیاره برای باباش برداشت، اون مردکه سیبیل کلوف ارنست نمیدونم چی رو آورد اونجا که بعد کتاب شوهر شاه رو نوشتن. بابا یکم برید تحقیق کنید بماند. برگردیم ببینید، توجه 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 به جوانان و پدران و برادران و خواهران مبارز از جان گذشته برای آزادی ملت و ایران. یه خط به این بلندی برای هیچی فعلا. حالا نوشته به اطلاع میرساند جنبش خرمدینان به طرفداری از حفظ و پشتیبانی از شما مبارزان شکل گرفته و به زودی با کمک شما مبارزانی که چند بار مبارز میگی
ببینم چی میگه. شاه باید اول میرفت دبیرستان نظام. آفرین، دنبال این اسمه بودم. آقا اکبری، دمت گرم، دمت گرم که هر وقت این مغز من به قول ایرانی ها الان دیگه اونا میگن هنگ میکنه، شما میای کمک میکنی. باید میرفت دبیرستان نظام. مردکر فرستادن دانشکده افسری، اون برادرشون ها رفته بودن، اونا فرستادن دانشکده افسری اونجا که رفت کنگوشا بازی در میبود که پدرش رفته بود افسرها رو تنبیه کرده بود، گفته بود کجا، گفته بود نزدیک چادر خوابیده، رفته بود تیپا زده بود کونش، گفته بود اینم چیز کنین اینا. ولی آقای رضا شاه شما که اینقدر چی بودی، اگه یکی پل میساخت میذاشتی زیر پل، این پسرت بدون دیپلم چرا فرستادی دانشکده افسری؟ البته من تو یکی از عکس ها دیدم درجه ای که روی بازوش هست درجه مثل گروبان دوییه. البته یادتون باشه این درجه ها تو کشورهای مختلف مثلا فرانسه، آمریکا، انگلستان، ایران اینا معانی مختلف داره، ولی اون عکس رو من دیدم توی این دانشگاه نظام یا دانشکده افسری هر جا رفته بود درجه ای که روی دوشش نبود روی بازوش بود یا دو تا یا سه تا بود، یا گروبان دو یا گروبان سه بود، حالا این هم گور پدرش هرچی بود. ولی من میگم آقا این چون دو کلمه فرانسوی بلد بود و انگلیسی بلد بود، هی اومد زر زد، هرچی زر زد به خودش صدمه زد. از اینکه ما 5 سال دیگه فلان نمیکنیم، از اینکه ما به چشم آبیا چی نمیدیم، نمیذاری آ بذار آقا بخونیم دیگه. به اطلاع میرساند جنبش خرمدین هم به طرفداری از حفظ و پشتیبانی از شما مبارزان شکل گرفته و به زودی با کمک شما مبارزان کشور عزیزمان ایران را از قاصبین غیر ایرانی پس خواهیم گرفت. والا بلا اینایی که اونجا هستن از من و تو ایرانی ترن، به خودتون دروغ نگین. اوکی، اطلاعیه اول، این جنبش هیچ عضوی ندارد، راحت تموم شد رفت به او گذید. این جنبش هیچ عضوی ندارد و هر کس میتواند به صورت غیابی با عملکرد خود به خود و وطن خود کمک کن. آقا وقتی مینویسن از حولشون نمیدن به دوستشون، نمیدن به همسرشون، نمیدن به یه نفر دیگه. البته خودشم میگه هیچ عضوی ندارن، نیستن، تنها هستن. مینویسن میذارن، صد تا غلط داره. اون دفعه که از دوستان یه چیزی نوشته بود، من نوشتم این مثل که جمله غلطه. بعد آقای حسین نژاد که هم عربیش خوبه، هم فرانسوی، هم فارسی و اینها، به قول دوستمون دستور زبانش خوبه، نوشت بله آقای سوری این جمله غلطه. دوستان جمله فعل فاعل به اصطلاح مفعول باید داشته باشه. جمله را اگه جمله ترکیبی میکنید دو تا سه تا هی میارید، بعد یادتون باشه با چی شروع کردید، کجا بردید، چی میخواد تموم بشه. همینجوری ننویسین یه مقاله از اون بالاش تا پایینش دو صفحه است ولی یه جمله نوشتید شما، این غلطه. از اون ورم به قول آقای احمد شاملو، هر جا دلتون خواست نقطه نگذارید، هر جا دلتون خواست ویرگول نگذارید. یه قوانینی داره، دوتا چی یاد بگیرید، $10 $20 بدید به یه نفر براتون بنویسه، شما درافت یا چرک نویسشو بهش بدین، اون براتون پاک نویس کنه. آقا اینجا شما رزومیت میخوای بگی من 86 اومدم آمریکا، اینقدر بدبختی کشیدم، اینقدر این کردم، بعد شغل خودمو گرفتم، بعد فلان، مال خودته. ولی مینویسی میری $100 میدی به یه خانم جوونی، یه آقای جوونی، اون برات درستش میکنه، پرداختش میکنه. در هر صورت حالا این جمله رو شما خوندی، خود به خود و وطن خود، خود به خود با عمل کرده خود به خود و وطن خود کمک کنید. اینقدر خود خود و نخود نخود او را آقش بکنه، ما مثل آفریقایی ها اینجوری حرف میزنیم. و هیچ یک از مردمان مبارز به عنوان اتحاد با دیگری یارگیری نکند و فقط ما بین افراد درجه یک خانواده مثل پدر، برادر و خواهر باید با هم همکاری کنند، نه غیر خود، و به هیچ کس به جز خود اعتماد نکنند. اصلا انگار اینو یه نفر کلاس سوم، کلاس پنجم، کلاس سوم نه، اینو انگار یه نفر کلاس پنجم ابتدایی نوشته. در بین شما رخنه کنند، نه تا نه اعتماد نکنند، تا نتوانند در بین شما رخنه کنند و مورد شناسایی قرار گیرند. حالا معلوم نیست این به شما به عنوان دوم شخص داره صحبت کنه
به عنوان سوم شخص داره صحبت میکنه، جمع صحبت میکنه، مفرد صحبت میکنه، بمانه همون کلاس پنجم. اوکی. شما افراد هر خانواده به تنهایی میتوانید آخوند، پاسدار، بسیجی که مشخص هستند برای شما شناسایی کرده. به خدا من بد نمیخونم، اینا بد نوشتن. ببین چند تا شما توی جمله میذاره، چند تا مبارز توی جمله میذاره. شما میتوانید امروز با شما که تنها هستید بروید با شما. شما افراد هر خانواده به تنهایی میتوانید آخوند، پاسدار، بسیجی که مشخص هستند برای شما شناسایی کرده و با دقت خیلی زیاد و با فکر و نقش های خود و خانواده هی هم نگذاشته، به هر شکل و با هر وسیله، اهم از چوب و چماق، پارا آجور و غیره، که جان خود را به خطر نیندازید، شروع به از بین بردن این جانوران قاصب کنید و شروع به انداختن ترس در وجود کثیفشان بیندازید. نگاه کن، شروع بیندازید و کم کم خود را قوی کنید و فقط خود را کنترل کرده. دوستان اینقدر این بده که من از خوندنش دارم زجر میبرم. اجازه بدید اینو من کپی کنم ببینم میتونم همشو اینجوری فوروارد کنم، همه رو کپی کنم. سلکت آل نمیذاره. میخواستم اینجا براتون بنویسم، هر کی میخواد به این مزخرفات، خلاصه نتیجهش اینه که با هیچ یک از باستگان خود از بابت کارهایی که انجام میدهید با کسی صحبت نکنید. باستگان یعنی چی؟ چون اولش گفته خانواده و فامیل. خب با دوستمون صحبت نکنید، با باستگانمون فامیل صحبت نکنید، با کی صحبت کنید؟ چه خاکی تو سرمون کنید؟ آقایی که حال شما، یا خانمی که نشستی یه دقیقه بیکار بودی، یه مشتی هم فوش داری به ملت که غیرت ندارن، حالا اومدی فکر کردی الان اینو مینویسی، فردا هر کی اینو نوشت. یه دوست من از ترکیه برام یه چی فرستاده بود، آقا نگاه کنید این آقا 4 دقیقه صحبت کرده، یه آقای با لهجه ترکی، تبریزی، آذری، هر چی بگی وای میسه صحبت میکنه. براش نوشتم خب بانوی گرامی، ایشون چه چیز جدیدی گفت که شما یاد گرفتی و من نفهمیدم؟ به من بگو چه چیز. وقتی حرفای گوهربار ایشون رو شنیدی شما چی کار کردی؟ به خودت گفتی باید بلند شدم دیگه، الان بذار خورش قیمه رو بذارم کنار، نمیدونم قرمه سبزی رو بذارم کنار، پشم برم ایران آزاد کنم. چی کار کردی؟ به جز این که برای دیگران فرستادی، بعدم نوشتی ببینید چقدر قشنگ صحبت میکنه. حالا چی این آقا رفته بوده توی سمیناری، توی میتینگی، سمینار هم که میبینیم بابا دوستانی که 40 سال حتی از قبل انقلاب داشتن چی میکردن، آقای لادن، آقای فرهنگ قاسمی، دیگر دوستان، شما نگاه کنید بلند شدن رفتن فرانسه چند روز اونجا، همبستگی، همسازی، همراهی. من از صبح ساعت 3 نشستم اینجا تا 8 شب، نمیدونم تا کی که برنامه‌شون بود، هر چی فکر کردم خب اینا اومدن اینجا چی بگن. طرف آمار آورده نشون میده، یکی نیست دوربینه رو بذار رو آمارش. بعدم از این همه آمار، این روزا که همه با یک سر انگشت به آمار میرسن، از آمار نشون دادن شما چی میخوای بگی؟ چه چیز جدیدی رو میخوای بگی که من و آقای اکبری و آقای آتیلا و بابو نمیدونیم؟ اونو بگو. این میشه. هر روز من زنگ میزنن آقا فلان جا بیا، میگم من نمیام. میگم طرف میگه آقا با ماشین میام دنبالت. میگم آقا این مترو دم خونه من سوار میشم میام، تازه ماشین میارم، من بهتر از شما واشنگتن بلدم، بلدم کجا برم پارک کنم، چقدر کمتر پول بدم، یا برم تا یه جای تو آرلینگتون اونجا مجانی پارک کنم با مترو بیام. برای چی بیامش شما نمیتونی به من بگی؟ میگه حالا بیا دیگه، حالا با هم هستیم، بعدم بریم کباب بازار، اصلا نهار مهمون من دیگه. توهین مضاعف. یعنی من اینجا نشستم، من رضا پهلوی هم، من چند دقیقه پیش امروز یه برنامه داشتم، یه پیرنی پوشیده بودم، یه نفر بعدم برای من نوشت آقا این پیرن رضا پهلویه که تو پوشیدی یا اون رضا پیرن تو رو پوشیده. گفتم دوستان چرا قشنگ دقت میکنن، یه چیزی رو به شما اطمینان میدم، هیچ کسی چیای رضا پهلوی رو نمیپوشه، به دلیل اینکه این انقدر خسیسه به کسی چیزی نمیده و انقدر خسیسه که لباساشو به خوشویی اینا نمیده، احتمالاً بو گند عرق و کثافت‌کاری‌هایی که کرده روش هست، هیچ کس حاضر نیست پیرن اون رو بپوشه. من پیرن خودم سال‌ها این پیرن آبی رو داشتم، الان دیگه چون کهنه شده برای بیرون
داخل خونه میپوشن. دیروز نوام اومده بود اونجا، اینجا به من میگه که به من میگه بابا چرا این پیرنه رو پوشیدی؟ چون عادت کردن تو خونه تیشرت بپوشن، اون زیر پیرنی های رنگی که ما گفتیم زیر پیرنی، به اینا میگن تیشرت، به این میگن شرت، سورت، شورت استی، بعضیا به همینا میگن تیشرت. خلاصه یه دوستی اینقدر دقت کرد و ممنونم از آتیلا که دقت کرد و من گفتم صدا خوب نیست، گفتم اینو نیاوردم، رفتم آوردم گذاشتم تو چارج و باز یه بار دیگه بهتون میگم دوستان اگه از این گوشی ها استفاده میکنید، من یک گوشی دیگه دارم که تو اون اتاق، اینو $220 پولش هست که هم به کامپیوترت میخوره، هم به چی میخوره، هم باتری داره، هم جا داره اینا، و اینا با این چیز $10 خب فرق میکنه. این $10 اصلا طرف به فکر مغز شما و موج فرکانس و اینا نیست، حالا هرچی هم میخواد دروغ نوشته باشه، ولی اون $200 امیدوارم اقلا بهتر از این باشه. ریویو هاشون رو بخونید، افراد دیگه ای که داشتن راجع بهش نوشتن اونا رو بخون. و بهتون گفتم من دقیقا دو هفته پیش یه روز صبح ساعت مثلا 2 تو خواب تمام اینجا هم درد گرفت، گفتم خدای این چیه، خواب میبینم فلان، بعد بیدار شدم دیدم بودم دندونه، دیدم نه دندون نیست اینا. خلاصه بعد که یکم فکر کردم و چسبوندم این چیزها رو به هم، میدونید نقاشی هایی هست برای بچه ها میکشن، میگه 1 2 3 4 اینا شماره رو میچسبونی به هم یه شکلی در میاد، شیر، گاو، خر، روبا اینا در میاد. این نکات رو که چسبوندم به هم، یا نکته ها رو که چسبوندم به هم، فهمیدم که من اینو 3 روز از ساعت 8 صبح تا 5-6 بعد از ظهر، روزی 8-14-10 ساعت، بعد هوای گرم، شرجی، عرق و اینا، این همون قارچ یا پورمک، کپک، پورمک شیرازی ها میگن، این بوده. خلاصه با سشوار خشکش کردم و هر وقتم دوش گرفتم دوباره با سشوار، من اصلا سشوار نمیزنم، من موام اینجوری خشک میکنم، با سشوار تو گوشم گرفتم که خشک بشه و فعلا جون سالم به در آوردیم. این برای دوست ما که پیر بابکان رو درست کرده بود و برای خودش اساسنامه نوشته بود و اینو برای من فرستاده بود که نگاه کن، به نظر میاد اونو گرفتن، حالا اینو گفتم آقا مهم نیست، شما باید خوشحال باشی، نه این 100 تا جنبش دیگه هم از نام و از عقیده و از ایده شما گرفته باشن، ولی دعا کن یک به نتیجه برسه. مال شما به کجا رسید که اینی که توی جمله 6 بار می‌نویسه مبارزان، 6 بار می‌نویسه شما، اول میگه با بستگان و فامیل و دوستای نزدیک و فلان، بعد میگه با هیچ کس، بعدم برین قوی بشین تا بتونید آجر بردارید بزنید به اینا قاصبان. خلاصه و خوب بداند که گروه خرم دینان به کسی هیچ چیزی را دیکته نمی کنند و نخواهد کرد، و فقط این خود شما پدر و برادر و خواهران یک خانواده هستید که باید بنشینید و فکر کنید و در کمین آن گروه های کثافت حمایت کننده آخوندی باشید تا کاملا ترس را در وجود قاصبان خارجی، چند بار تو حالا گفته قاصبان خارجی؟ اوکی. که ایرانمان را گرفتن میتوانند بیندازند، چند تا جمله را پشت سر میارن، گرفتن میتوانند بیندازند، اینا همه فعله، شما وقتی فعلا رو پشت سر هم بیاری جملت غلط میشه، ایداده میدار. ای کاش خمینی هم کامپیوتری بود، ای کاش خمینی هم هی نشسته بود این جنبش اون جنبش، این صندوق اون صندوق، ولی اون تصمیمش به اصطلاح عزمش جز، تصمیم راسخ، اصلا هیچ کاری بود، من میزنم تو دهن دوله. بعدم دیدید چجوری وایساده بود، حرفای خودشم، یعنی حتی جلو خودشم وایساد، ما اشتباه کردیم، کار کردیم، حالا بیشتر میکشیم، حالا بیشتر میزنیم، حالا این آقا یا خانم اومده. از همهش جالبتر این آخرشه، به هیچ کس دیگر نگوید که من با مورد شناسایی قرار گیرد، زنده باد آزادی، برقرار و پیروز باد بابکان مبارز. بعد نوشته ب جدا جدا، ب الف ی ک سین رفت، رفت
من هر چی فکر کردم با این ب الف ی ک س ر ف چه کلمه ای باید من بسازم، چه جمله ای باید بسازم. یادتونه یه گروهی بودن گروه خشم، خدا شامیهنه کردن خشم. آخه احمق، کسی میاد به گروه شما به پیونده وقتی اصلا اسمش خشمه؟ اینم شما به من بگید. بزن من اینو اگه بتونم واقعا کپیش کنم، نمیدونم وقتی فارسیه حتی این کپی و اینا هم درست کار نمیکنه. بزن یکم کوچیکش کنم بیارمش کنترل روی 110 الان 100. خب این دوستمون اگه گفته بود خودش میمد صحبت میکرد خیلی بهتر بود، ولی گم نه اصلا من نمیخوام. حالا اون بالاش هم میخوام توجه رو براتون بفرستم که چند بار هی گفته توجه. خدا رو شکر کپی شد، کپی. بیام تو فیسبوک دوستان براتون اینجا یه لایک هم برای آقای اکبری ما بزنیم دست دردن کنه. اینجا دوستان زیر فیسبوک گذاشتم این نوشته رو، شما به من بگید این آخرش که نوشته ب الف ی ک س ر یعنی چی. اوکی، من الان روی صفحه مردم تیوی هم میذارم اینها رو. دوستان این برنامه رو اگه بعداً از یوتیوب نگاه کنید، توی یوتیوب نیست، میتونید روی مردم فیسبوک نگاه کنید، هم فیسبوک مردم تیوی هم فیسبوک چیز. و اگر هم مشکلی داشتید با ایمیل بزنید info@mardomtv.com یا usa.sorbi@gmail.com. خلاصه اینم از این ماجرا. حالا پیر باوکان به جایی نرسید، حالا خرم دینان آمده. خب فرماندهی نظامی گفته هزینه نگهداری هر سارق 25 میلیون تومان در ماه. میگن حالا یا شوخی سارقا گفتن آقا ما 10 میلیونش بدید به خودمون، ما میریم زندگی میکنیم، از صبح تا شب تلویزیون نگاه میکنیم، دوزی موزی هم نمیکنیم. خب جوک قشنگی بود، هم از اون هم از این. دوستان در آمریکا هزینه نگهداری هر زندانی سالی 60,000 دلاره، ولی نمیشه بهش بگی خب یه سال 15,000 دلار بهش بده بره برای خودی زندگی کنی. اینجوری کار نمیکنه. همه چیزها رو به شوخی و خنده نمیتونیم حل کنیم. یه فیلمی بود اون وقتا میگفت که به شوخی و خنده نفهمیدیم کی زور شد. دوستان یه خیریه هست، من قبلا هم نشون دادم به نام خیریه ایرانیان، با فارسی اگه بنویسین، باز اگر تو برنامه دوربین خودم بود و کامپیوتر خودم بهتون نشون میدادم. این دوستان خیلی زحمت میکشه. البته اشکالی که از نظر من دارن اینا هم مثل اون خانم زنوسی خیلی باورای خودشونو توی کاری که انجام میدن هی تکرار میکنن. خب البته به خاطر همین باوره است که میان اینجوری کار میکنن. تو گرما میرن خوراک، 1000 تا خوراک میپزن، با ماشین طبقه بندی درست کرده که پتیک که از من سخت گیرتره، گوه آقا نگاه کن 4 تا تیکه چوب گذاشته، ولی چقدر قشنگ این خوراکا رو ردیف میذارن، بسته بندی میکنن، به دست اینا میرسونن. ولی 2-3 تا اشکال بزرگ توشونه. این که از مردم اگه شما میخوای کمک بگیری هی نمیتونی بگی شما کمک کنی، خدا هم نمیدونم توکل کنه. اگه خدا توکلی داشت، اگه حضرت عباس و امام زمان رو نمیدونم فلانی کار میکردن، احتیاج به کمک مردم نبود. پس اگه برای کمک مردمه، اول شماره تلفنتون، شماره حسابتون، اسمتون رو بنویسید، بعدم صادقانه به مردم بگید مردم اگه شما 100 دلار کمک کنی ما میتونیم به 10 تا بچه کفش و دمپایی بدیم، میتونیم به 2 تا بچه دوچرخه بدیم، میتونیم به 50 نفر خوراک بدیم و الی آخر. یه مشکلی دیگه که هم من متوجه شدم هم آقای پتی، اینایی که میان خوراک بگیرن همه پا برهنه هستن. ما گفتیم خب آقا برای اینا دمپایی بخرید، یه پولی هم فرستادیم دمپایی، توپ بازی فلان اینها. اون دوستمون گفت آقا دمپایی دارن، وقتی این ماشین میاد اینا همشون تو کپر و نمیدونم خونه های چی هستن، حلبی چی میگن، حلبی آباد، اینا همینجور با پای برهنه میدونن میاد. خب آقا اون راه داره. یه دم من براشون نوشتم آقا اینا که میان این رو سر هم دیگه معمولا اون بچهای کوچولو اون زیر دست پا له میشن، شما بهشون بگو اگه تو صف وای نسید بهتون خوراک نمیده، یا یکیتون قبلا برید اینا رو به صف کنید بعد بیان خوراک بدید. حالا بگید هر کی
دمپایی پاش نیست خوراک بهش نمیدین. اگه شما دمپایی بهشون دادین، ولی اگه یکی اومد گفت آقا من دمپایی ندارم که بپوشم بهش یه دمپایی بدین. توی یکی از فیلم‌ها نشون میداد میگه ما اینجا بهشون خوراک دادیم، بستنی دادیم، اینا زودتر از ما دویدن رفتن ایستگاه بعدی وایستادن تا ما داشتیم اینجا مشغول پخش کردن. چه باید کرد واقعا؟ حالا یکی هم یه فیلمی نشون میداد مال دروازه اعدام، نمیدونم چی، مال ایران، میگه اینجا معتادا اینا اومدن تیک اوور کردن، یعنی شهر و کوچه ها و اینا رو اینا گرفتن، بعد ملت یکی یکی موو میکنن میرن جایی که پهلوان پهلوان پرور بوده و زورخونه و اینا داشته، همش شده معتاد دو فروش. گفت از این بدتر بعضیا میان نظر و نیاز که میکنن به اینا خوراک میدن. منو پتیت دوتامون گفت ای داد بیداد نکنه، ما اگر کمک کوچیکی هم انجام بدیم داریم به این معتادا خوراک میدیم. باز میرسیم به چه باید کرد. ولی بچه‌ای که میبینی داره خوراک میخوره، از اون بعد فکر کنی ممکنه اگه این بهش یه خوراک بدن به خاطر خوراک فردا نره برای اون مواد فروش کار کنه. نمیدونم، هر جور خود رو سلام میدونم. این هم خیریه ایرانی ها. و این مردکه دیوونه سید محمدیه، چه سید حسین محمدیه، سید محمد حسینیه، این میگفتنش فرخزاد آخوندا، بعضی ها میگفتن این ملیجک آخوندا، پولی می ساخت و اینا، گویا پرونده مروندهی داشته، مشکلاتی داشته، حتی برادرش اینا گفته بودن این در رفته از ایران اومده اینجا، فکر کرده الان تا میاد اینجا وایس اف آمریکا و بی بی سی و فلان استخدامش میکنن، اومد اینجا دید هیچ، که حتی این آقای رضا فرنود بهش رستورانشو نداد که یه شب برنامه بذاره، مجبور شد رفت کالیفرنیا. کالیفرنیا که رفت اون آقای فرزاد چی هنرپیشه موهای بلندی داره هنوزم که مثلا 70 سالش همجور با آیلین بود و با داریوش بوده، اینها فرزان دلجو بهش برنامه داد، یه برنامه خیلی لوس شجره بهش برنامه داد، میمد رو میز میخوابید و اینا، دماغ کجی هم داره از من زشتر قیافش و اینها. این حالا میگه ما یه جنبشی درست کردیم میخوایم چی؟ میخوایم امپراتوری کوروش رو دوباره بیاریم و به زور به مردم حقنه کنیم. ما نوشتیم بابا من نمیدونم، این که افتخار میکنه به سید بودن، یعنی یه عربی میخکوب کرده مادرشو دیگه که سید شده. اول تکلیف اونوریشو معین کنه، بعدن خودش میگه ما به زور میخوایم بیان. خب چه فرقی داره با این آخونده که میخواد شما رو به زور برن جهنم یا بهشت؟ خیلی کارمون خرابه. و متاسفانه شعبون بیمخای اینا یه سری، حالا یا عکسشون زنه، یه سری افرادی هستن که پشت یه سری عکسای زنی و زنونه قایم شدن و به این اون فوش میدن. برای خانمه نوشتم بابا تو هم اینقدر فوش بده که مثل شاتیپا بزنه تو کونت بندازنت بیرون. یا یکی نوشته بود این 57 یا فلان، میگم آقای رامین اعتبار این 57 یا 57 سال زیر دست شاه و بابای شاه بزرگ شدن. اگه شما بچه‌تو بفرستید 2 سال یه مدرسه‌ای ببینی اولاغ میره اولاغ برمیگرده چیکار میکنی؟ میره اونجا میگه آه اینجا چه خبره، شما اصلا شهریه میگیرید ولی این کار نمیکنی. خب این بابای رضا شاه و رضا محمد رضا پهلوی چیکار کردن که جوونا شدن 57؟ حالا شما مینیسی پول برق 126 ریال بوده، چرا برای 126 دلار مجانی؟ نه آقا برای اون نبوده. یا یکی دیگه میاد میگه در زمان شاه همه آزادی‌ها رو داشتیم. آقا آزادی اجتماعی بود، ولی همون آزادی اجتماعی رم پسره رو با دختره میگرفتن میبردن کلانتری، همون آزادی اجتماعی رم مردم راست راست اطراف جشنهای 2500 ساله مخصوصا در شیراز در استان فارس میگرفتن، اینا رو زندان میکردن تا بعد از جشنهای 2500 ساله که یه وقت خدای نکرده به نمیدونم رئیس جمهور اتیوپی با اون بال و پرش توهین نشه. آقا خانم خود شاه به زبون خودش میگه ما قانون اساسی رو رعایت نکردیم. خود شاه به زبون خودش میگه ما انتخابات رو ریدیم توش و از این به بعد سعی میکنیم انتخابات درست انجام بدیم. اون وقت شما پوفیوزا، خب پس فردام لابد پوفیوزای بچه های آخوندا، صحبت از آخونداش دوستان، این جشن عید قدیر
دیدین آخوندها چه دهنکجی به مردم کردن؟ گفتن بفرمان زن زندگی آزادی، بایستانی تو خیابون رقصیدین، حالا ببینیم ما براتون چجوری میرقصیم. چه خوراکایی، چه شیرینیایی، چه بزنه به کوبی، چه برنامه هایی گذاشتن. بعد این خانمه هست مال کوچه که هیچ که نمیدونه کیه، میگه اینا نمیدونن، اونا آتش زیر خاکسترن. خاک بر سرتون. همین شما خانم کوچه هی چسبیدی به خایه رضا پهلوی که نداره، فکر کردی الان اون یه کاره میشه، نرفتی زیر ذره‌بین بذاری درست بگی اینا دارن سوء استفاده میکنن. این 6 نفری که اومدن، اون خانم نازنین بنیادی و مسیح علی نژاد، همین مسیح علی نژاد امروز یه نامه ای نمیدونم اصلی یا غیر رسمی اومده بود که از دادگاه آمریکا دوباره نزدیک 2-3 میلیون پول ایرانی ها رو گرفته، برای همین نمیدونم مامانم و فلان کردن، داداشم و فلان کردن، زن داداشم و فلان کردن. بالاخره آقا بخور بخور و ببر ببره، ببینیم چی میشه. این هم از ماجرای ریستار. تبدیل حکومت ایران به امپراتوری کوروش. بعد میاد یه چیزایی هم میخونه، حالا صداش هم میذاره تو اکو، خیلی شوق و هنرمندی داره. و این رو خدایگان گفتن. مردی که احمق، کدوم خدا همچی گوهی خورده؟ برید گوش کنید حرفای سید محمد دیوانه، سید محمد حسینی. خب دخترک گلفروش رو گفتم. آقا دختر، دخترک، زن، اینا هر کدوم جا و مقام و به اصطلاح معنی خاص خودش رو داره. بعد نمیدونم، من فیلینگ احساس خوبی نداشتم، اینو شیرزاد جلیلی فرستاد، من اینجا نوشتم، ولی آقای اکبری هم گذاشته بود، حتما رو پست های آقای اکبری هست، میتونید ببینید. درباره چی بود یادم نیست. درباره این ایرانیایی که با وجودی که اومدن تو کشورهای دموکرات و اینا، اولا تا به یکی میگی جمهوری خواهم، میگه خب پس تو کشور فلان چیکار میکنی؟ بلند شو برو فلان. تا به یکی میگی سلطنت طلب، میگه پس چرا اینجا چیکار میکنی؟ بلند شو برو فلان. براشون نوشتم که خر عیسی گرش به مکه ببرن. فکر کنم آقای چیز آقای اکبری یه چی نوشته بود، من این شعر کامل سعدی رو نوشتم براش. خر عیسی گرش به مکه برند، چون بیاید هنوز خر باشد. اینم برمیگرده، مهم نیست شما دیپلم داری، دکترا داری، مهندسی داری، ارشد داری، نمیدونم فلان داری، کارشناس داری، اینا مهم نیست. مهم اینه که چقدر یاد گرفتی، حالا چقدر تو خیابون یاد گرفتی، چقدر تو کوچه یاد گرفتی، چقدر تو دانشگاه یاد گرفتی و الی آخر. عکس آقای اسد قالبی رو میخواستم نشون بهتون بدم که اینم باز تو کامپیوترم هست. خودتون شما برید روی فیسبوک، یه آقای به نام اسد قالبی، یه پیرنی پوشیده، دیدید این روزا مد شده، خانوما روسریشون، پیرناشون، هی خطای نستعلیق اینجوری، این نستعلیق هم آی هیدی. یعنی چی این نستعلیق؟ یعنی من یه چیز رو نگاه کنم، هر چی نگاه میکنم نفهمم این نقطه مال کون کدومشه، این یکی مال دهن کدومش بوده. یه برنامه ایرانی هست به نام حرف نو، پدر سوخت های جاکش اومدن یه هی جیمی گذاشتن، یه نون گذاشتن، اون هر نقطه رو یه چیز قد ماه گذاشتن پشتش، همه لیواناشون نوشته حرف نو، این مارکو زده همه پشتش بنا. ولی شما به عنوان بیننده نگاه که میکنی متوجه نمیشه این چی نوشته. این شعرم اینجای آقای نمیدونم اسد قالبی نوشتم، آقا این چی نوشتی؟ حالا پولم دادی رفتی خریدی، فکر میکنی با این پولی هم که دادی انقلاب کردی بر علیه آخوندا. خب تازه شدی مثل آخوندا که این امامزاده ها و مساجد و اینا رو اینجوری مینویسن، هیچ هر چی نگاه میکنی نمیفهمی. بعد تا یکی بیاد به اون بگه این و این یکاده، اون یکی بیاد بگه آیه نمیدونم گاوه، اون به یکی بیاد بگه فلان. روز یک خانمی میگفت، یکی بهش گفته که نگاه کن مقام و مرتبه زنان در قرآن، اصلا یه سورهی داریم به نام سوره نساء. گفت بهش گفتم خب اولاق یه سورهی هم داریم بقرن، چی میگن مال گاوه، به فارسی میشه گاو. خب یکی هم داریم گاو، پس فردا گاو هم میاد، یعنی بنابراین گاو هم میاد میگه ببین من چقدر ارزش داشتم در قرآن. و یه فیلمیه الان یادم نیست، یه ایرانی شروع کرده درست میکنه راجع به ابراهیم، داوود، نوح، محمد، علی، این اون و همه اینا رو میگه، همه اینا یه مشتی.
پدر سوخته شالاتان، یه مشتی دروغگو که از مردم سوء استفاده کردن و همشون واقعا در زمان خودشون نابغه شالاتان بودن. ای کاش اسماشو داشتم میتونستم نشون بدم. سعی میکنم اینا رو دفعه آینده اگه برنامه گذاشتم دوربینم آماده شده باشه با دوربین، چون ما اون دوربینو که کار میندازیم دو تا مانیتور دیگه اینجا داریم، اون دوربینه میره اینجا، میتونیم میکس کنیم اینا، ولی من الان هیچ کاری نمیتونم بکنم. خودم میتونم اینجا به عنوان چی میگن تلپرامتر نوشته ها رو بخونم، عکس ها رو ببینم، ولی شما فقط همون فیسبوک، همون کاری که شما با تلفن خودت میتونید تو ماشین انجام بدی. یه دفعه تو برنامه تو ماشین گذاشتم خیلی خوشم نمیاد، چون من از اون چیزایی که به شیشه جلو میچسبه نداشتم، از اینا بود که به هواکش میچسبه، بعد چون تلفن سنگینه یکم میاد پایین، اینجا تو اینجوری نشون میده، بعدم میخوای هی نگاه کنی دوستان هم مینوشتن آقا مواظب باش. گفتم بابا ما با چش بستم رانندگی میکنی اب نداره. خب پروفسوری که به زبان آرامی یا میخی صحبت میکنه، این برنامه گفتم اگه برگردید بعدم نگاه کنید متوجه میشید. گفتم خب چه فایده که بریم بچسبیم که آقا این میخیه و این وسط هم یه عده‌ای. یادتونه این استوانه کوروش تو دوره احمدی نژاد علم کردن؟ اصلا بعضی ها میگن این یه دروغ محضه، یه استوانه خشتی اینجوری انگلستان برامون درست کرد، هر وقت دلشون میخواد به ما میگن شما خیلی تمدن دارین، هر وقت دلشون میخواد میگن شما عقب افتاده هستین. یه فیلمی باز هست که زنان فرانسوی و اروپایی دارن برای آفریقایی ها مثل برای کبوتر شما گندم میریزی، اینا میان اینا خوراک میریزن و بدبخت ها میدونن و همیدارن و هم ملت میگن نگاه کنید این ماجرای فرانسه که امروز اینجوری شده به خاطر ظلم و ستم های فرانسه تو مراکش و مغرب و این برای اون بر انجام داده، اونا الان برگشته یقشون گرفته. حتی میگن ماکرون تا پای این داره جلو میره که ممکنه به اصطلاح بهش میگن استعفا بده و خیلی اوضاع فرانسه خرابه، چون ماکرون دو سه روز پیش گفته بود که ما باید اینترنت و اینا رو ببندیم. دوستان نگاه کنید، تا چند هفته پیش اینا میگفتن ایران چرا این کار میکنه، ایراد میگرفتن، حالا خودشون در مهد آزادی انقلاب فرانسه کشور فرانسه طرف میاد میشینه با وزیر و وزرا و اینا میگه باید اینترنت رو محدود کنیم. آمارای بسیار زیادی هست درباره این که توی این به وسیله اینترنت تو ایران چقدر این مردم از اینستاگرام دارن کاسبی میکنن، پول میسازن، از اونی که شلوار کردی میدوزه میفروشه تا اونی که بره میفروشه قیمت بره رو میزنه تا اون خانمی که مواد کود شیمیایی و اینها درست میکنه. و ببینید این پدرسوخت ها با این کاری که کردن چقدر ضرر زدن. این دوستمون محمود مؤیدی is watching. آره من نمیدونم شما محمود هست شدین محمود، چون عربا حمود هم دارن که من بعض وقتا فکر کنم حامدن اینا، ولی حموده. حالا این محمود، احمد، هادی اینا همش برمیگرده یه ریشه دار. دستان ممنونم که اینجا هستید، لطف کنید این علامت بیلاخ ایرانی رو بزنید. اگه برنامه رو دوست دارید به عنوان موفقیت بزنید، اگه برنامه رو دوست ندارید شما یه بیلاخ مواده، ما هم یه بیلاخ به شما میدیم. شما بفرمایید خوراک نوش جان کنید، نوه شما پرداخت میکنه. اگه شما بری فوسگنگرا، درست میگم هنوز، بری محله که قدم میزنن، ما با از هاپ‌بانهوف میرفتیم فوسگنگر تا یه جای دیگه، بوی کافی از این ور میمد، پولم نداشتیم، عجب ما بدبختی های کشتیم. همین سوسیس کوفتی نمیدونم دو مارک بود، سوسیس و خردل و اینا، بعضیا به خردل هم میگن خردل، دوستان خردل غلط، خردل درست. بعد برید یه رستورانی نوشته باشه شما خوراک بخورید اینجا، پولش رو نوبتون پرداخت میکنه. شما چی کار میکنید؟ میرید داخل اون رستوران واقعا میشینید خوراک میخورید یا نه؟ این آقای مهران ادیب هم چیزای خوبی مینویسه، فرید مهران ادیب. خب یه نفر میره تو رستوران میشینه خوراک میخوره، هرچی هم دلش میخواد میخوره، هرچی هم خوب بوده و گرون بوده ورده میده، بعد اون هر اوبا ویتر یا ویترس خانم یا آقا میاد از این پرسن به اصطلاح دسر کافی چیزی میخوای؟ میگه نه. میگه خب پس بفرما، چک میذاره جلوش،
میگه آقا شما که دم در نوشتین که شما میخورید نوتون پول میده. میگه بله درسته. میگه خب چرا من داری چک میدی؟ میگه پدر بزرگی شما اینجا خوراک خورده، حالا شما که نوشی باید پولت بدی. معنیش اینه که بعض وقتا گول نوشته ها، گول تبلیغ ها و اینها رو نخورید. بله فوسگنگر زون، بله درست میگه فوسگنگر زون. خیلی ممنون. خب یه فیلم دیگه هست، باز اینو فکر کنم همه دوستان گذاشتن، یه پسر جوان افغانستانی یا پاکستانی، فکر کنم افغانستانی باشه، با همون تنبونش و تنبای صندل و این صندل های اینجوری ما چیا میگفتیم کفشک و این قبایی که میپوشن، توی پارکی میاد به یه نفر یه چیزی میگه، اونا چون نمیفهمن از گوگل ترنسلیت استفاده میکنه، میگیره دم گوش اون طرف بهش میگه، اونم اینو میگیره زیر مشت و لگد و فلان اینا. اولا دوستان شما از کجا میدونید این داشته نهی از منکر میکرده؟ من چیزی نشنیدم. اگر نهی از منکر کرده، کتکی که خورد حقش بوده، ولی قانونی اگه فکر کنیم اونا خلاف بزرگتری انجام دادن. اون دوتا فرانسوی، اروپایی، آمریکایی، هر کی بودن، اونا خلاف و جرم بزرگتری انجام دادن. این جرمش این بوده که به اینا این حرف زده، اینا میتونستن بهش بگن برو گم شو، میتونستن راهشونو بگیرن برن. ولی شما وقتی مشت و لگد میزنی، اینو میندازی زیر لگد، شما هستی که خلاف انجام دادی. در همین رابطه یه ویدیوی دیگه بود، یه خانمی به یه آقای کچلی، از من کچلتر، فوش میده که تو چرا داری از من فیلم میگیری، در حالی که خودش داری از این آقای فیلم میگیره. خانم، آقا، اول قانون بازی رو یاد بگیری. من از شما تو محل عمومی میتونم فیلم بگیرم با هر عقیده و هر مسلکی که باشه، شما از من تو محل عمومی میتونید فیلم بگیرید، عکس بگیرید. اگر یک کسی از شما فیلم میگیره، بهترین کار اینه که یه لبخند بهش بزنید تا به قول بعضیا کونشون هم بسوزه. وای نسید با هم دیگه فحاشی و دعوا و کتک کاری. اگه اون حق نداره از شما فیلم میگیره، شما هم حق نداری از اون فیلم بگیری. ولی دوتاتون حق داری. اینا رو کسی ما یاد نداده. هممون یکی یه دوربین دادن دستمون، راه افتادیم رفتیم تو خیابون. از این اون عکس میگیریم. خب اون خانم مسلمونی که داره از زیر این برکه نمیدونم چی نقابش اسپاگتی میخوره، 100 نفر ازش عکس میگیرن، همونم حق داره بره یه جایی که پابلیک نود بیچ هست. یه نود بیچی تو فرانکفورت بغل چیز بود، بغل فرودگاه بود. بچه ها خیلی هم میگفتن را تواپیما ایران بیاد بیان بریم اونجا، گفتن با ما رو نمیشه لخت بشه. شما اونجا بری میتونی فیلم بگیری، عکس بگیری. حالا باشگاه، سینما اینا یه کمی هنوز بهش میگن خاکستری. دیده بوده همین گفتن قشر خاکستری. اینجا خیلی قانون معلوم نیست که واقعا شما حالا چون بلیت دادی رفتی خریدی رفتی تو، اونجا عمومیه میتونی فیلم بگیری. خب اینجا باش دومیت هم در میاری، از فیلم هم فیلم میگیری که این کار میکنن، فیلم میگیرن، فیلم با کوالیتی بد میارن چی میکنن، یا از دیگران که اومدن اونجا. حالا مثلا خود گوگل را افتاده تو همه خیابونا عکس گرفته، فیلم گرفته، ولی میبینید نمره ماشینا رو میپوشونه. عکس میگرفتن از مردم، طرف داشت سرعت میرفت، عکس میگرفتن، میمد خونه، زنش باز میکرد، میدید بعد شوهرش اون روزی که گفته من مسافرتم، همینجا با دوست دخترش تو چراغ خطرم رفته. این فیلمو هوم ایمپروومنت اولین بار نشون داد. بعد برای که دوست دخترش هم نره تو شیشه ترمز که زده بود، دست گرفته بود انگار دستش رو سینه زنه بود. بعدن گفتن آقا دیگه عکس از راننده و اینا نگیرید، عکس از پلاک ماشین بگیرید، جریمهش کنید. صاحب ماشینم مجبوره جریمه رو بده، نده جمع میشه، اونجا پدرش در میارن موقعی که میخواد بره چی تخلف بگیره. اینجا که میارن اصلا قف میزنن به ماشینی تو الی آخر. خب مرد افغانی دوستان،
من نشنیدم، چند جای مختلفم گوش کردم نشنیدم، چون این دوتاشون زبان همدیگر نمیفهمیدن، گویا داده بود به گوگل ترنسلیت، گذاشتم گوش اون، معلوم نبود. ولی اون وقتی شنید با مشت و لگد زد به این، هر دو کار اشتباهه، هر دو کار غلطه. باز برمیگردیم، شما نمیتونی با یک کار غلط یک غلط دیگه رو تصحیح کنی. و اما پلیس فرانسه ویدیو آقای بهزاد، این ویدیو هم باید ببینیم، یه زنی رو چه ای کاش امروز باید ما چقدر نوشتیم که قدم کامپیوترمون احتیاج داشت، دوربینمون احتیاج داشت. پلیس فرانسه یه دختر خانمی رو کنار خیابون انداخته رو زمین، چنان با باتون و اینا میزنه که خود یه پلیس دیگه ای میاد جلو اونا رو میگیره. احتمالا گفته قرم ساقا فردا این ویدیو ها میاد بیرون، همه منو اخراج میکنن، همه منو زندان میکنن. اینه که بعضی وقتا حالا همه داستانی که مثلا اینجا اون مرده کشته شد، جورج فلوید، اون پلیس های دیگه که وایساده بودن بی تفاوت جلو این پلیس ها نگرفتن، اونا هم کاراشون رو از دست دادن، اونا هم باید برن زندان. بعضی وقتا شما شاهد یک کار غلط باشی، مثلا اگه حقوق میگیری، اگه حقوق میگیری باید با این تو این ماشین باشی، اون یه خلا، مثلا دلیلی که دو تا پلیس میذارن توی ماشین برای اینه که اگه این یکی خواست کار خلاف انجام بده، این بهش بگه این خلافه و من بهت میگم نکن، حق کردی. اولین کسی که گزارش میدن منم. این روزام که همشون دیگه دوربین اینجاشونه و الی آخر. دوستان یه بار دیگه بهتون میگم، این رو یادتون باشه، در مکان عمومی، محل عمومی، خیابون، اتوبوس، قطار، هم اونا میتونن از شما عکس و فیلم بگیرن، هم شما میتونید از اونا عکس و فیلم بگیرید. پس برمیگردیم با اون کسی که مقنعه میندازه سرش، کلا میذاره سرش، عینک میزنه، کیسه نمیدونم چی میذاره سرش، اون میدونه قانونو، میخواد شناخته نشه. شما نمیتونی به اون بگی از شما فیلم نگی، شما میتونی تغییر قیافه بدی، سیبیل بذاری، ریش بذاری، کلا بکنی سره، عینک بذاری، نمیدونم، یاد بگیریم از قوانین به خوبی استفاده کنیم. بعدم بریم حتما حتما جنبش خرم دینان، حالا اون بابک پیر، پیر بابکان، مثلا اسما هم خنده داره. شما وقت میخوای مبارزه کنی دیگه، حالا پیر و جوانش نمیاری بذاری. اینجا میخوام مسابقه شطرنج بدن، نمیگه بازی پیر مردا، شطرنج پیر مردا، میگه چون من تا بگم پیر مردا، اونی که جوانتره احساس پیروزی میکنه. وقت شما میخوان جنبش را بزنید، اسم میذارین پیر بابکان، بابکانی که پیر شدن. بعد طرف میگه خب آقا اون که جوانش بود سرشو بریدن، دستپاش بریدن، نمیدونم فلان، حالا شما که پیرش هست. یا به خودتون میگن، میگن شمایی که جوان بودی چی بودی که حالا پیر شدی؟ مولانا نصرالدین میگفت که جوانی کجایی که یادت بخیر. این نگاهی که انگار ما جوانیمونم پخی نبودیم. خب پلیس فرانسه و اون بهزاد دوست خوبمون از کالیفرنیا. و اما اونایی که ماشین برقی دارن، تا امروز فکر کردین اگه وسط راه برق ماشینتون تموم بشه، یا گفتید میرم اینجا برق میزنم، رفتید اونجا اون دستگاه خراب بوده، نفر قبلی شما شکوندتش، اطفال ریختن، کرم ریختن، اشتباهی روش رانده کردن، بالاخره بنزین تموم کنید چی میشه؟ من همیشه فکر میکردم، میگن تنها راهش اینه که ماشین بیاد شما رو تو کنه برداره بره. دیدم تو ایران جرثقیلای جدید درست کردن با زنجیر و اینا، افتضاح. ولی اینجا یه نفر میاد یه ماشین میذاره پشتش، یه ماشین با این چنگک برمی داره میره و الی آخر. امروز دیدم یه ویدیویی گفت که نشون میداد که یه ماشین تسلا وایساده، طرف از این گالونای گاز، این کاریه که اینجوری میکنن که طرف بفهمه من مشکلی ندارم، فقط گاز میخوام. بعد یه نفر کنجکاو میشه میگه این که ماشینش تسلا هست، ماشین برقیه، بنزین برای چی میخواد؟ وای میسه میگه آقا من به تو بنزین بدم میخوای چه کارش کنی؟ در کاپوت عقبشو باز میکنه، یه جنراتور هوندا، از اینا که تو قایقا استفاده میکنن، تو ماشین خونه ها برای موقع بارون و اینا استفاده میکنن، تو انباری ها استفاده میکنن، یه جنراتور هوندا عقب ماشینشه، میگه شما به من 2 لیتر 3 لیتر بنزین بده، من بنزین رو میریزم تو این، اینجوری هم از این بند تنابا میکشن استارت میزنه، تنابا میکشم استارت میزنه، این وقتی روشن میشه به من
برق میده، برق 110 میده، برق 220 میده، هر جوری پشتش هم کرده مثل این ادابتورهای تسلا، میزنه به تسلا چارج میشه تا استپ بعدی بره. یعنی این خیلی کم خرجتر از اینی که شما وایسی یه جا پول بدی تو تراک بیاد ببرته، تازه حالا اونجا که میری دوباره با وایسی تا چارج بشه، خدا میدونه بعد تو تراک در جهت برده باشه، برعکس برده باشه و الی آخر. تسلا با گاز، با گاز به اصطلاح، با بنزین و جنراتور هاندا، مثل که هاندا بهترین جنراتور چیو میسازه برای برقی، از این برای کابین و برای قایقا و اینا. باز اینجا نوشته بودم عکس گرفتن، ببینید حسن یادداشت کردن اینه که شما اگه حرف رو زدی گفتی رفتی نگاه بکنید من یکی یکی همه اینا رو چجوری نوشتم، یکی یکی صحبت که میکنم خط میکشم، ولی یه عادت بدی دارم بعضی وقتا خیلی خط میکشم دیگه نمیفهمم زیرش چی بوده، و یه چیزی رو اگر یادم اومد گفتم حالا که میرسم بهش یا دوباره تکرار میکنم، به اصطلاح میشه تاکید امفسایز، یا اینکه میگم اینی هم که بهتون گفتم باز یه بار دیگه میگم چون این خیلی مهمه. خانم دختر جوانی که در ایران افتخار میکنی که بدون روسری اومدی بیرون، اگه یه احمقی ازت عکس میگیره فیلم میگیره، شما یه لبخندم بهش بزن، پدرشو در بیا، چون اینا از لبخند بیزارن، چون اینا از شادی بیزارن، ولی وای نسا بهش کل کل کن فوش و فضیحت، اون وقت اون پیروز شده، اون تو رو عصبانی کرده. اینجا شما به یه خانمی اگه بگی چقدر خوشگلی، بهت میگه مرسی، thank you, that's very nice of you. تو ایران اگه به یکی بگی چقدر خوشگلی، میگه من خواهر مادر نداری، همه اون این بلا سر اون اومده. بابا خواهر مادر دارم، به خواهر مادر خودم هم اگه بگم چقدر خوشگلی، فوش خواهر مادر رو میدم. عجب ملتی هستیم ما. دوستان این برنامه رو از کجا نگاه کردین تا کجا؟ بنویسید چند دقیقهش نگاه کردین. بگید دو دقیقه نگاه کردم دیدم آقا حرفات تکراریه. بگید نه، هر چی نگاه میکنم هر موضوعی رو که میگی جان و سخن از زبان ما میگویی. بنویسید، کامنت بنویسید. یه چیز دیگه شنیدم میگم به غیر از این که لایک میذاری کامنت، حتی اگه یه اوکی انگلیسی بنویسید. من نمیدونم یوتیوب میخواد اینا رو کجا ببره، چه بلایی به سرشون بیاره. مجبورشون کرده شماره بزنی، مجبورشون کرده لایک بزنی، مجبورشون کرده زنگوله رو بزنی. ما که اولا گفتیم ناقوس، بعد گفتن نه زنگوله است. آخه والا این زنگوله نیست، زنگوله اصلا شکلش فرق میکنه که میبستن به گردن الاغ و گاو و چیز، یا زنگوله هایی که اینجوری میزدن، ولی این ناقوسه که به این بزرگیه، به این میگن بل. حالا بمانه. پس عکس گرفتن و ضبط ویدیو در مکانهای عمومی برای همگان آزاده، نه فقط برای شما، برای همگان آزاده. خب کارت به کارت در ایران و کلاهبرداری های عجیب. دیدید من همیشه حتی یه بار رفتم آلمان و برگشتم چند سال پیش، گفتم بابا اونجا اصلا الان پارکینگ ماشین رو با تلفنشون پول میدن، الان ما اینجا باید بریم بزنیم به این شماره به اون شماره، بگردیم دنبال کریدیت کارت، بگردیم دنبال پول. اینها بعضی وقتا این پیشرفت ها خوبه، ولی قبل از این شارلاتان ها دو سه قدم رفتن جلوتر. آخرین کلکی که یکی زده بود بهش زده بودن، داشت برای دیگران میگو، ولی همه گفتن نه امکان نداره، این بود. حالا دیگه شما، من نه تو ایرانم نمیدونم کارت به کارت چجوریه فلان. میگی که طرف میاد، آتیلای عزیزم اومد، اگه نبودی آقا اون وقت، حالا برگرد بعدا برگرد نگاه کن آتیلا، الان من این گوشی رو رفتم آوردم از توی ماشین، ببین صدا بهتره یا نه، ولی از این گوشی های خیلی چیپه، یه گوشی گفتم به دوستان 220 دلاری دارم تو اون اتاق، اون چارج نبود. خب میگه که طرف میاد میگه آقا من این ماشین تو میخرم، ماشین شما میلیاردیه. بعد میگه که خب مثلا من اینقدر اون بلد نیستم، اینقدر هزار دلار، اینقدر میلیارد. میگه باشه، میگه خب یه قرارداد بنویسیم. میگه نه آقا من شما رو قبول دارم، همین الان من 10 میلیون تومان میریزم به حساب شما، کارت چیه؟ کارت تو، اسمتو میگیره میره رو کارت ها. دیدید که الان من باز می‌خواستم بهتون نشون بدم، یه خانمی تقاضای کمک کرده
ماشاءالله هر کی هم امروز به ما میگه کمک، معلومه یه ماه کمک میخواسته، 3 روز حالا دیرش شده، هی به ما میگه چی شد؟ میگم بابا تو برنامه هم قبلا گفتم من از این جیبم هم میخوام پول در بیارم بزنم میگم باید یکم وقت بگیرم دستمو بزنم تو این جیبم برگردم اینها. خب پس من اینجا نمیدیدم. آه حتما از اول میبینم، فکر کردم میگه از اول میدیدم، دوره برای من، این درست نمیتونم بخونم. ممنون میشم نظرات شماها، حتی انتقاداتتونم برادرانه و سازنده است، من حتما استفاده میکنم. حتی قبلا که گذاشتم گفتی صدا نمیاد، ازت تشکر کردم گفتم خیلی ممنون، یادم افتاد که اینو استفاده کنم. خلاصه میگه که آها این خانم چیز فرستاده بود، نمیدونم چجوری بهتون بگم اسمش، بنده خدا برش میگم خانم شما 2 دقیقه ویدیو درست کن، من که پسر دایید نیستم، پسر عمود نیستم، فامیلت نیستم، که همینجوری که به من رود شده میگی خب یه ویدیو درست کن برای دیگرانم بذار، اونا میان کمک میکنن، ما که نمیتونیم به همه کمک کنیم. هی به جای ویدیو نوار آدیو میذاره، گریه میکنه، کمک میخوام فلان. گفتم بابا من برای شما هیچ کاری نمیتونم انجام بدم. بعضی وقتا بهتره به یه نفر بگیم این کار از دست من برای شما ساخته نیست. با اون دوست اون آقای افشین آره پرام تو ایران تماس گرفتیم، گفتیم اگه میشه یه کمک به این بکنی تو ما به دوستان بگیم یه کسی یه پولی بفرسته، چون یه نفر از فرانس از کانادا بیش از 17 میلیون تومان برای یه خانمی پول فرستاد. بعد همون خانمی که به من گفت بود این خانم احتیاج به کمک داره برای برادرش، گفت آقا این شارلاتان بوده الان میخوان ببرنش دادگاه، شما میای بری دادگاه؟ گفتم نه من به دادگاه و بیدادگاه و اینا باور ندارم، به کارما باور دارم. بعضیا میگن خدا نمیدونم میگیره سزاش و فلان، این ما هندی ها و بودایی ها و اینا میگن کارما، ما میگیم کارما. خب میگه که آتیلا مثلا ماشین داره، ماشیناش هم خوبه، 1 میلیاردی ماشاءالله برنامه پخش میکنه، موزیک پخش میکنه، حرف میزنه، همینجوری حواس به همه چی هست، جوان باشی همینه دیگه. ولی ویدیوی قشنگی که من از این دیدم این بود که گفت اون پایین دارن شراب میدن، ولی من که نگرفتم، اون وقت 2 تا شراب تو دستش بود نشون میداد، خیلی قشنگ ماچ هم میکنن، 2 تا خانم اونجا وایسادن ماچت میکنن، 2 تا شیشه شراب میدن، گفت ما فقط رفتیم یام، خیلی قشنگ. خلاص میگم آتیلا جون من ماشین تو میخوام. میگه آقا بشین یه قراردادی بنویسیم. میگم آقا نمیخوام. شما چند میخوای؟ میگه مثلا 2 میلیارد. میگم باشه من شماره کارت تو اینا رو بده، من الان 10 میلیون تومان به شما دیپوزیت، ودیعه، نه بدیعه نیست، ودیعه میدم، ودیعه میدم، دیپوزیت. خب حالا کارت شما رو دارم، اسم رو کارت دارم، میدونم مال چه بانکی هم هست. میرم تو اون بانک اکانت حساب باز میکنم، بعد همون موقع از حساب دیگه خود وقتی حساب باز میکنم شماره تلفن شما رو میدم، بعد میام 10 میلیارد یا پول ماشینی که آتیلا گفته من میریزم به حسابش، نه به حساب اون گیت شدم، میریزم به حسابی که خودم باز کردم. بانک برای من تکست میفرسه، تکست چه شماره؟ یه شماره آتیلا که آقای آتیلا 1 میلیارد اومد تو حسابت. این که دیگه نگاه نمیکنه ببینه حالا حساب خودشه یا حسابی که سوربی رفته. خیلی ممنون شما لطفه نوشته برادر بزرگی بنده هستید، من ممنونم، خیلی ممنون، منم به داشتن برادری مثل شما افتخار میکنم. بعضی وقتا دوستا از برادرم بهترن، چون برادر رو شما انتخاب نمیکنی ولی دوستان رو خودت انتخاب میکنی. خلاص زیر این نوشته ای که این آقا توضیح داد با ویدیو همه نوشتن نه آقا همچین چیزی نیست، تلفنت با کارت ملیت باید یکی باشه، همون موقع که حساب باز میکنی برات تکست میفرستن به اصطلاح وریفای کنن که حساب تایید بشه اینا. خلاصه حالا بد نیست اگه همچین چیزی هم نبوده و این آقا از خودش یه همچین چیزی درآورده، ولی ببینید چقدر وحشتناکه، چقدر ترسناکه و از این سوء استفاده حتما هست. همینجا میان یه کارتی میکنن تو دستگاه، شما میری یه کارت خون میکنن تو دستگاه، مال بنزین، مال ماشین، میری میذاری میاریش بیرون، 20 دلار 40 دلار گرفتی، همه مشخصات تو بعدن اونا میان میخونن. رستوران ها و اینا که دیگه خیلی افتضاح شده بود، اینجا هم شروع کردن مثل ایران از این کارت خونا میارن،
کارتخونای ایران رو باز ما مثل همه کارهای دیگه اشتباه غلط استفاده میکردیم. از اون پشت میگو خواهی سوربی کارت شماره چنده، میگو یک 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 یک، گویا همم هم یک 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 یک. اینجوری نباید باشه. من فرانسه که رفتم کارتر میاره میگیری جلو بود با کار، شما خودت رمزتو میزنی که هرچی که 4 تا یا 6 تا فکر کنم 4 تا بیشتر. باورتون میشه من هنوز دبیت کارت ندارم، نمیگیرم. وقتی بهم میگن دبیت کارت، میگم برای چی دبیت کارت میگیرم؟ کردیت کارت میگیرم که با پول اونا خرید کنم. اولا اگه مردم من بده کار باشم به اونا، دوم اگر کردیت کارت داشته باشی اشکالی پیش بیاد با کردیت کارت بهتر میتونی پولتو ریفاند کنی، پس بگیری، دیسپیوت کنی. دیسپیوت کردن یعنی مناظره نمیشه، دیبیت میشه مناظره، یعنی زیر سوال ببریش، زیر سوال ببری. خب ببینیم این دوستمون چی نوشته. آقای اکبری سوربی عزیز، اینا که تقاضای کمک میکنن یک نفر، دو نفر و صد نفر، ده نفر نیستن. من ممنون میشم به خاطر اینکه شرمنده نشم بلاک کنم. ای کاش میتونستم الان رو همین فیسبوک تلفن صفحه این خانم رو باز کنم براتون بنویس نشون بدم. حالا اسمشو میخونم، شاید یک کسی کمک کنه. خانم فری کیایی، نکته مشکوکش اینه، این خانم عکسی که گذاشته بود یکیش عکس از اینا هست، یه نوار میزنن این بغلش که یعنی مرده. برش نوشتم خانم این عکسی که عکس مرده است، خدای نکرده شما از اون دنیا داری با من حرف میزنی. گو اشتباه کردم، عوضش کردم. اصلا چرا عکس شما با نوار سیاه روش باشه؟ بعد بهش گفتم شما یه ویدیوی 2 دقیقه درست کن، حتی براش یاد دادم چجوری تو سوراخ دوربین نگاه کن قشنگ، بیا بگو آقا من سوربی هستم، احتیاج دارم، این ماه نرفتم سر کار، هم شکسته احتیاج دارم، دستم شکسته احتیاج دارم. همین دوست ما آقای تروی اکسپلور وقتی اتفاق براش افتاد خیلی ایرانی‌ها کمک کردن، اومد تشکر کرد، گفت با وجودی که انتظار نداشتم کمک کردم. چرا این کارو نمی‌کنین؟ برای که دروغ دارید میگید. اگه دروغ نمیگید باید این کارو بکنید. خانمی هست به نام فری کیایی، کیایی هم K-I-E-E. کاش این تلفن رو بردارم بیارم اینجا نشون بده، یا یه تلفن دیگه دارم تو ماشینه اینو بزنم با اون بیارم جلو این نشون بدم. دیدید مثلا این امید دانا و اینا 6 تا تلفن جلوشونه، شهرام و 4 تا تلفن اینجا، 2 تا تلفن اونجا هست. ما به جای اینا مانیتور داشتیم، حالا که سر کارمون به اینجا کشید میگه چون سر کارت به کودکان فتاد پس زبان کودکی باید، پس حالا باید راه و روش با تلفن برنامه داشتن و یه تلفن این ور بزنیم یه تلفن اون ور بزنیم. شما نظرتون راجع به این برنامه ها بهتره اینجوری با فیسبوک پخش بشه، بهتره درست حسابی از یه جایی حالا اتاقت مثل استودیو و نمیدونم این پخش بشه، همون تو ماشینم هم پخش بشه، همون معنا و مفهومو داره؟ شما نظرتون چیه؟ کدوم رو بیشتر میپسندید؟ شما با زمان، با مرور زمان عوض شدید، دیگه خیلی نباید سانتامانتال باشه، هر جوری باشه همین که حرف دل شما رو بزنه راضی هستین. من توی این یادداشتایی که نوشتم این فقط عکس آقای اسد قالبی و اینا رو گذاشتم که بعدا بهتون نشون بدم. اون ویدیویی که این میگیرن زیر مشت لگن، اون ویدیویی که تو شیراز میگه دخترک، آقا دخترک، بعدم تازه دخترم نیست، بعد معلوم شده خانم زن ازدواج کرده بچه داره، بگن یه بانو، بگن یه خانم محترم، چیزها رو غلط نکنن. اینم از این دوستان عزیز. اجازه بدید من همینجا از یکایکتون تشکر کنم، از اینکه با من بودید، با این برنامه بودید. ازتون خواهش کنم واقعا به قول امید میگه داش امید، زندگی من در ژاپن، یا یکی دیگه میگه امید زیرک، البته اسمش گفته جیمی زیرک، هی اسم عوض کنه. اتفاقا اون روز میگه میخوام اسم کانالم هم عوض کنم، من اسم کانال یوتیوب هم میخواستم عوض کنم بذارم کار کردن خر خوردن یابو، یا بذارم خر و یابو، که هر کی میاد بگه خر چیه یابو چیه، همیشه هم میدیم میگیم کار کردن خر خوردن یابو، ولی یابو حیوان زحمتکشیه، حتی بیشتر از خر فکر کنم ازش کار میکشن. از کجا اومده این کار کردن خر خوردن یابو؟ اتفاقا برای تروی نوشتم تروی با رانندگی تریلی تو جاده ها 24 ساعت کار میکنی، هر پولی هم بهت بدن
شما تقسیمش کن بر 24 ساعت، بعد با اون محدودیت هایی که داری یک مکافاتیه، از این ور جاده میری اون ور جاده باید بنویسی چقدر مایل تو این ایالت بودی، چقدر مایل تو اون ایالت بودی، چند ساعت کار کردی، چند ساعت خوابیدی، کی دوش گرفتی، کی بار زدی، کی بار اومدی. بعد همه این کارا رو که شما میکنی، شما دلت خوشه که هر جای آمریکا که دلت بخواد میری؟ نه خیر، اولا هر جای دلت بخواد نیست، هر جا بار هست میری. دوما دلت خوشه که همه جای آمریکا رو دیدی؟ نه خیر، شما فقط جاده رو دیدی، یه مشتی دیواری منور، گاهی وقتی یه دفعه بری یه جاده کانتری رود سینک نمیدونم جاده و فلان اینا. در هر صورت خیلی خوشحالم که به اصطلاح تصمیم گرفتی کار رانندگی و اینها رو یه سال نیم انجام بدی. بهشم پیشنهاد کردم، گفتم میدونی تو آمریکا چرا به زمین و خونه و اینا میگن ریل استیت؟ یعنی یه چیز واقعی. این ماشین شما لون هم که میخوای بگیری میگن چون زیر روش چرخه ما بهش وام نمیدیم. حالا اینا وام میدن، پدر آدم در میاره 6% و 7% اینا بگذاریم، ولی برو تو کار ریل استیت، برو تو کار رنتال پراپرتی. بعد یه دفعه هم عوض نکن، یه دفعه از میگن همه تخم مرغ توی بسکت نذار، یواش یواش با یه خونه خریدن، با یه آپارتمان خریدن، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، بعد میبینی کارت شده همین تعمیر این خونه ها، رسیدگی به این خونه ها. وقت خودت هم آزاد انتخاب میکنی که کجا باشی، حتی یه چند تا استخدام میکنی، این کار میکنی، وقت میشی به اصطلاح رنتال پراپرتی اونرز. آقای اکبری دوستان یه پیشنهاد خیلی خوب داده، میگه من به خاطر سوء استفاده هایی که دیگران روی فیسبوک انجام میدن، بهتره که خودمون رو محدود کنیم به دوستانی که بهشون اطمینان داریم، فامیلمون که میشناسیم. من همیشه گفتم از کوچه خودتون، از خونه خودتون، از فامیل خودتون، از شهر خودتون. و بهترین روش آفرین و آقای اکبری و دیگر دوستان. ولی اجازه ندین به دلیل اینکه اون خانمه 17 میلیون از آقای علی آقا توی کالیفرنیا، توی کانادا سوء استفاده کرده، پس من دیگه به هیچ کمک نمیکنم. همینجا شما رد کراس و اون نمیدونم هلال چیه، اون هلال احمر و اینا کمک میکنی، اینا بعضی هاشون تا 97% مخارج میشه، 3% میرسه به اون چیزی که به شما گفتن. اگه گفتن خرج نمیدونم نابینایی میکنیم، جراحی میکنیم، گرسنگی میکنیم، آب سالم میکنیم، اینا 3% میرسه. ولی طرف میره میگه من چون میدونم 3% 3 دلار کافی نیست، پس این دفعه به جای 100 دلار 200 دلار میدم تا 6 دلار. ببین تفاوت فکر کردن اینجوریه، نمیگه چون همه رو میخورن دیگه کمک نمیکنم، میگه چون کمک ها ریخت و پاش میشه این ور اونور، پس من بیشتر کمک میکنم تا بعد از این رفت و لیسا اون آخر به اون یه چیزی برسه. مرسی که با ما بودید. بنویسید در رابطه با چه چیزایی میخواین صحبت کنید، حتی اگه میخواین در رابطه با یه موضوعی مثلا اون آقای سام نریمان اگه میخواد درباره یه چیزی صحبت کنه، من حاضرم اگر موضوعی باشه که من گفتم و رو اون حرف خودم هستم، بیام با شما مناظره کنم، دیبیت کنم، من یه چیزی بگم، اون یه چیزی بگه، آقای آتیلا نظرش رو بنویسه، اکبری نظرش رو بنویسه. تا وقتا هم گفتن برخورد عقیده ها، بعد گفتن نه همگامی عقیده، نمیدونم هر چی که فکر میکنید. در اصل فکر کنم جامعه ما احتیاج داره به حرف زدن، صحبت کردن، چیزها رو زیر ذره بین گذاشتن، چیزها رو روی میز تشریع باز کردن، چیزها رو بهتر دیدن و تعارف هم نکنیم با خودمون. پالیتیکلی کورکت نباشیم، بگیم بدش میاد، حالا من اگر اینو گفتم گلون گرفت دیگه. چایی نخورده بودم. اجازه بدید بریم تا دیدار بعدی. روز و شب شما خوش. با امید دیدار، روز روزگار بر شما خوش.